بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. الله سبحانه و تعالی را بی نهایت سپاسگزارم که بار دیگر این فرصت را میسر کرد تا با برنامه آن روی سکه در خدمت شما عزیزان باشیم، تا با هم با آن روی مذهب شیعه‌گری، آن روی مذهب مدعیان دروغین تشیع، آن روی مذهب منافقینی که حاضرند برای اثبات دروغهای خود به هر وسیله غیر شرعی متوسل بشن. شاید حالا ثابت شده باشه برای شما عزیزان که دروغ، تلبیس و خیانت و تهمت جزی از این مذهب ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبه یهودی است. در برنامه امروز هم ما مطالب زیبایی خدمت شما عزیزان داریم که از جمله کلیپ هایی است که انشاءالله پخش خواهیم کرد، و همچنین موضوع آیت الله طوسی رئیس گروه مهدویت شبکه ضلالت که باز هم در جمعه گذشته با دروغ ها و تلبیس های بیشتری خواست که ولادت این موهوم خیالی خودشون رو از کتب اهل سنت ثابت کنن. همچنین ما فراموش نکردیم آقا ابوالفضل عزیز و الکیا طبری رو که شاگرد آیت الله دروغگو باز هم در هفته‌ای که گذشت دروغ دیگری به دیوان دروغ‌های این شبکه گمراه کننده اضافه کرد. با هم اولین کلیپ امروز رو می‌بینیم، کلیپ شماره 521 که بارها ما کلیپ‌هایی رو پخش کردیم که اختیارات الله سبحانه و تعالی و اسما و صفات الهی را به امامان خودشون نسبت دادن، امامانی که هم از اینها و هم از این آخوندهای دروغگو که خود را به دروغ پیرو آنها میدونن بیزار و بری هستن. در این کلیپ یکی از صفات و اختیارات الله سبحانه و تعالی را به امامانشون بخشیدن، همونطوری که در کلیپ هایی که در طول این چند سال پخش شده بارها شما دیدید که اسما و صفات و رزق و روزی دادن و بیشتر صفات های الهی رو به ائمه نسبت میدادن، در این کلیپ ملک الموت رو در اختیار امام زمان قرار دادن و ادعا کردن که ملک الموت در اختیار امام زمان هست. به قول یکی از شیعیان هدایت شده که علیاذ بالله الله سبحانه و تعالی در این مذهب کلن بازنشسته شده و هرچه صفاتی که داره از کیسه خلیفه بخشیدن به امامانشون و ادعا میکنن که اونا همه کاره هستن در روی زمین. کلیپ شماره 521 رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. ملک الموت در اختیار امام زمان. بینندگان گرامی، آیات صریح قرآن کریم بر این امر دلالت می کند که هر انسان اجل معینی دارد که هنگام رسیدن آن ملک الموت به امر و فرمان الله متعال روح او را قبض می کند و آن زمان معین ذره‌ای پس و پیش نخواهد شد. اما روافض برخلاف فرامین قرآن کریم باور دیگر دارند. آنها بر این باورند که ملک الموت نمیتواند بدون اجازه امام زمان خیالی هیچ یک از دوستداران او را قبض روح کند. به کلیپ این مجری شبکه رافضی امام حسین توجه نمایید که چگونه این کفر مطلق را که از اساتید و آخوندهای خیش آموخته است به زبان می آورد. مگه ممکنه امام زمان دل در گروی کسی داشته باشه و ملک الموت بتونه اون را قبض روح کنه؟ محاله. الله متعال می فرماید
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. بگو آیا درباره چیزهایی که به جز الله به فریاد می‌خوانید هیچ اندیشیده اید؟ که اگر الله بخواهد زیان و گزندی به من برساند، آیا آنها می توانند آن زیان و گزند را برطرف سازند؟ و یا اگر الله بخواهد لطف و مرحمتی در حق من روا دارد، آنها می توانند لطف و مرحمتش را مانع شوند؟ و نیز می توانش چیره است و بر شما مراقبانی می فرستد تا هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، فرستادگان ما جان او را می گیرند و آنان کوتاهی نمی کنند. و همچنین می فرماید ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و برای هر گروهی مدت زمانی است، پس هرگاه مدت آن فرا رسد نه لحظه ای از آن تأخیر خواهند کرد و نه لحظه ای پیشی می گیرند. بله بینندگان عزیز و گرامی، این کلیپ رو با هم دیدیم که کفر آشکاری بود از یکی از شبکه‌های رافضی. کلیپ بعدی توهین به حجاج بیت الله الحرام هست. ما بارها در این شبکه نمونه هایی از حقد و کینه روافض نسبت به حرمین شریفین رو نشون دادیم. اینم اضافه می کنیم بر این دروغ ها و توهین ها و اهانت های رافضیان به حرمین شریفین و به حجاج بیت الله الحرام. کلیپ شماره 522 رو دوستان عزیزمون در اتاق فرمان پخش بکنن. بعد از اون انشاءالله تماس شما عزیزان رو خواهیم گرفت. نزد آخوندان شیعه، حجاج بیت الله حرامزاده و زیارت کنندگان قبر حسین حلالزاده اند. آخوند مهاجر جواب می دهد: يا ابن رسول الله لماذا ينظر الله تبارك وتعالى لزوار الحسين يصح تقول نظر له ونظر إليه أو ينظر إلى زوار الحسين أو ينظر زوار الحسين هذا يتعدى ويلزم بفعلين ليش الله ينظر لزوار عرفة قبل الموقف عرفة اسمع قال لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا قال لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند می آزارند، به راستی که بار بهتان و گناهی آشکار بر دوش کشیده اند. کدامین عقل و منطق می پذیرد که چنین جسارتی در حق حاجیان بیت الله الحرام روا می شود؟ آنانی که ندای حق را اجابت نموده و با لباسی کفن مانند در صحرای مبارک عرفات لبیک گویان دست نیایش به آسمان بلند کرده و اشک عبودیت می‌ریزند، حرامزاده خواندن چنین بندگانی که الله متعال در حضور ملائکه به آنان مباهات می‌کند در کدامین عقل می‌گنجد جز عقل ناقص رافضیان کوردل؟ آیا امکان دارد که کینه توزی
چنین در قلب انسان رخنه کند؟ اکنون بیایید ببینیم در عرفات حرامزاده ها بسیارند یا در کربلا. از امام صادق رحمت الله علیه روایت است که او در مورد مطعه پرسیده شد، فرمود نزد ما جز انسانهای فاسق کسی آن را انجام نمی دهد. بهارالانوار مجلسی جلد 100 صفحه 318. حال از آخوندان شیعه می پرسیم کودکانی که از فاسقان به تعبیر امام صادق و فاسقات به دنیا می آیند حلال زاده اند یا حرام زاده؟ و در کربلای شما چه بسا از این صیغه زاده ها وجود دارند؟ بله بینندگان عزیز گرامی، اینم توهین دیگری از یکی از آخوندهای عرب زبان رافضی. ما البته این حرف تنها خطبا و علمای شیعه نیست، بلکه در کتابهاشون علمای بزرگشون این اعتقاد رو دارن و اهل سنت رو به علاوه اینکه خون و مال و جانشان را مباح می‌دانند به عنوان ناسبی و کسی که اعتقاد به ولایت اهل بیت نداره، بلکه توهین‌ها و اهانت‌های دیگری هم دارن که من نمونه‌هایی از اون رو خدمت شما عزیزان نشون میدم. این کتاب الحدایق الناظره از یوسف بهرانی، یکی از علمای اینا هست، اینم تصویر کتابشون. در اینجا میگه با سند از امام جعفر صادق روایت میکنه که اهل شام شر هستن یا شرورتر هستن از اهل روم و اهل مدینه شر من اهل مکه. اهل مدینه شرورتر از اهل مکه هستن و اهل مکه یکفرون بالله جهرتن و اهل مکه آشکارا به الله سبحانه و تعالی کفر میورزن. و این کتابشون در جلد 18 الحدایق الناظره. این نظرشون در مورد شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به این شهر مبارک تشریف آوردن اسم این شهر رو عوض کردن، اسمش قبلا یثرب بود، اسمش رو گذاشتن مدینه و دعا کردن که بار الله دو برابر برکتی رو که در مکه داده بودی در مدینه عطا کن. و در مورد انصار اونا رو ستودن و در حدیث صحیح فرمودن که حب الانصار من الایمان، دوستی انصار از ایمان است. و همچنین ما در واقعه حنین تصویر زیبایی رو داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی غنایم حنین رو تقسیم می‌کردن به اهل مکه که تازه مسلمان شده بودن به هر یکی 100 شتر، 200 شتر، 300 شتر و گاو و گوسفند هدیه دادن از غنایمی که گرفته بودن، به خاطر اینکه بعضی از اونها تازه مسلمان بودن، می‌خواستن اونها رو به طرف اسلام جذب کنن. در دل بعضی از اهل مدینه یا از انصار مسئله پیدا شد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اهل شهرشون رو دیدن و ما رو فراموش کردن. در اینجا بود که این خبر به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید و ایشان انصار رو جمع کردن و خطبه طولانی فرمودن که من نمیخوام به همش اشاره بکنم، محل شاهدش همین قسمت است که گفتن که مرگ من مرگ انصار هست و زندگی من زندگی انصار هست. اگر مردم به هر طرفی برن من با انصار میرم. آیا راضی نیستید که مردم با گاو و شتر و گوسفند به خانه هاشون برگردن و شما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو با خود ببرید؟ در اینجا بود که چشمان انصار پر از اشک شد و گریه کردن. یا رسول الله، گفتن ما راضی هستیم. و این حرفا رو بعضی از
بچه ها و انسان های نادان زدن و همین که شما با ما برمیگردید، البته در دل میاشد انصار اینم پیدا شده بود که شاید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فتح مکه بمونن در مکه و برنگردن به مدینه، اما این حب و محبتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به انصار و به مدینه منوره داشتن سبب شد که برگردن به این شهر و در همون شهر از دنیا رحلت بکنن و در همونجا دفن بشن. اما در نزد آخوندهای رافضی مکه و مدینه ارزشی نداره، بلکه دار و ندار اونا همون بتخانه هایی است که به نام دین درست کردن. و همچنین در روایات دیگری توهین های شدیدی به اهل سنت میکنن. این کتابی است روضه کافی از ثقت الاسلامشان محمد ابن یعقوب کلینی که در ایران چاپ شده و ترجمه شده، اینم صفحه 292 این متن عربیش، و در اینجا میگه از مادران فرزندان و ازواج و طلاق مخالفان پرسیده بودی، طلاق آنها بدون عده صورت میگیرد، ازدواجشان بدون ولی است، یعنی در دختر رشیده و باکره اذن پدر شرط است ولی آنها رعایت نمی کنند. البته اینا همه دروغایی است که میبندن. مادران فرزندان آنها زانیه هستند تا وقتی که به آن عقیده هستند، ولی اگر کسی مذهب شیعه را اختیار نماید توبه او پذیرفته می شود و ایمانش و گمراهیش را و یقینش شکلش را از بین می برد، یعنی ایمانش گمراهیش را و یقینش شکش را از بین می برد. با کمال وقاحت این کتاب ها را در کشوری ترجمه می کنند و نشر می کنند که ادعای وحدت دارن و هفته وحدت در اونجا برگزار میشه و ادعا میکنن که شیعه و سنی با هم برادرن. در اینجا من روایت دیگری رو خدمت شما عزیزان نشون بدم، اینم از روضه کافی است از ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی. در این روایت که شماره 431 رو داره، ابو حمزه گوید که به امام محمد باقر عرض کردم به راستی بعضی از شیعیان بر مخالفان افترا می‌بندند و ایشان را حرامزاده می‌خوانند. حضرت فرمود خودداری از آن نیکوتر است. تا اینجاش مشکلی نداریم. ادامش سپس فرمود ای ابو حمزه به خدا سوگند که همه مردم زنازاده اند جز ما و شیعیان ما. اینم از کتابشون روضه کافی که متاسفانه این کتابم در کشوری که ادعای وحدت میکنه و هفته وحدت در اونجا برگزار میشه چاپ میشه و نشر میشه. و مطالب مثل این زیاد هست که من اگر بخوام اینا رو نشون بدم وقت زیادی رو میگیره و تو این به ملیت ها، تو این به اقوام، تو این به اهل مصر، اهل شام در کتاب های اینا یافت میشه. غیر از خودشان کسی دیگری رو متاسفانه مسلمان نمیدونن. عزیزانمون در اتاق فرمان اگر لطف کنن شماره تلفن های برنامه رو زیرنویس بکنن و نظرات شما عزیزان رو در مورد کلیپ هایی که پخش شد میپرسیم تا برقراری تماس ها. من چند تا از ایمیل های عزیزانی که با ما تماس گرفتن خدمت شما بخونم و همچنین عذر میخوایم از عزیزانی که ایمیل فرستادن و ما نتونستیم ایمیل هاشون رو بخونیم علت تراکم. من قبل از اینکه ایمیل دوستان رو بخونم یک مطلب زیبایی هست اینجا در یکی از ایمیل ها که نشان میده مذهب اینا رو و دینشون رو که تا چه اندازه اینا خوار و ذلیل هستن. دوستان عزیز اگر لطف کنن این رو نشون بدن. این مطلبی هست که در پیامی یکی از مدعیان دروغین تشیع برای ما فرستاده که
این مطلب رو نوشته: لعنت به شما وهابیای پلید، به زودی شاهد ریشه‌کن شدن شما خواهیم بود، مرگ بر وهابی خبیث. خب از کسانی که در مکتب مجلسی و کلینی بزرگ شده باشند و از کسانی که اخلاقشون اخلاق مجلسی و کلینی و قزوینی باشه، ما بیشتر از این توقعی نداریم. اینا دارن نمایندگی میکنن از مذهبشون، از اخلاقشون، از تربیتشون. دوست عزیزمون آقا ساسان نوشتن که به نام الله، سلام استاد انصاری، به خدا قسم شیعیان به توسل اعتقاد ندارن، بلکه همه چیز را به غیر از الله میپرستن. در واقع جمله لا اله الا الله را به جمله کل شیء الا الله تغییر دادن. اینم شهادت یکی از برادران عزیزمون هست که الله سبحانه و تعالی ایشون رو هدایت کرده به راه راست. بیننده پرسیدن چرا در برنامه زنده به تماس اسکایپ جواب نمیدید و فقط به تلفن جواب میدید؟ اسکایپ رو هم وصل کنید. ما متاسفانه در هر برنامه اعلان میکنیم اسکایپ رو، اما به علت تراکم تماس های شما عزیزان وقت نمیشه که اسکایپ رو جواب بدیم. بازم اگر دوستانی میخوان با صدا و تصویر در برنامه شرکت بکنن، انشاءالله سعی خواهیم کرد که تماس های اون عزیزان رو هم بگیریم. آقا عبدالله بلوچ نوشتن: بارک الله فیک، خداوند شما را حفظ کند که دارید دین خدا را تبلیغ می کنید و تشکر زیاد از نحوه مناظره شما که طرف مقابل را اجازه ندادید از شاخه به شاخه دیگر بپرد. آقا متین پیشنهاد دارن که برنامه با عنوان خدمات علمای معاصر و معرفی آنها بگذارید تا مسلمانان امروزی از آنها الگو گرفته و بدانند که این زمانم می توان مسلمان زیست و به اسلام خدمت کرد، خصوصا علمایی که برخی از جهال نسبت به آنها زبان درازی می کنند و ناجوان مردانه مورد اتهام قرار می دن، مانند علامه مودودی که برخی از عالم نمایان نسبت به وی بی‌انصافی می کنند. انشاءالله ما مشاهیر اسلام و مشاهیر سرزمین فارس به این عنوان برنامه در نظر گرفته بودیم که انشاءالله امیدواریم این برنامه به زودی شروع بشه. آقای عمر نیازی نوشتن که با عرض سلام و خسته نباشید، به شما افشاگران و توحید و از بین برندگان شرک و کفر، از آن جهت که روابط ایران با غرب افشا شده، فشار را بر شبکه‌های توحیدی آغاز کردند و شبکه وصال فارسی شروع کردند. خاطرتون جمع باشه، الله سبحانه و تعالی دینش رو پیروز میکنه. این دین، دین شبکه وصال حق و وصال فارسی و فلان الان نیست. الله سبحانه و تعالی هر طوری که باشه، همونطوری که ما در تاریخ شاهد هستیم، در زمان صفویت، در زمان حمله مغول، در جنگ هایی که در تاریخ صورت گرفته، مثلا در دوران مغول ما میبینیم که هیچ کشور اسلامی باقی نمونده بود، همه جا رو تقریبا گرفته بودند، حتی خلافت اسلامی رو سرنگون کردند. اما الله سبحانه و تعالی چیز دیگه خواست و همون مغول هایی که اومده بودن اسلام رو ریشه کن بکنن، همونا مسلمان شدن و خدمات ارزنده‌ای به اسلام کردن و همون جایی رو که خراب کرده بودن دوباره بهتر از اول درست کردن. تشکر میکنم از برادر عزیزمون. آقا حلیم هم نوشتن که خیلی خیلی خوشحالم که برنامه شما رو میبینم، باور کنید بسیار بسیار خوشحالم، ما هم خوشحال هستیم از تماس شما برادر عزیز. آقای شیرزاد نصیری هم نوشتن که نمیتونم به خدا ابراز خوشحالیم را با چه زبانی بیان کنم، دوستتون دارم، عرضی ندارم، الله حافظتون. شیرزاد از سردشت. ما هم تشکر میکنیم از برادر عزیزمون. خب تماسایی از شما عزیزان رو میگیریم و انشاءالله بینندگان عزیزی که تماسشون برقرار میشه سعی کنن که در رابطه با کلیپ هایی که پخش شده صحبت کنن و همچنین سوالات شرعی رو، من همیشه گفتم یاشید سوالات شرعی رو من پاسخ نمیدم در این برنامه و شما میتونید روزهای دوشنبه سوالات شرعیتون رو چه از طریق اسمس یا از طریق شماره پیامگیر شبکه و یا از طریق تماس تلفنی در برنامه زنده از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان بپرسید. انشالله با
پاسخاتون رو دریافت خواهید کرد. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی، لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از اهواز زنگ میزنم. خواستم از برنامه شما تشکر کنم. سلامت باشید برادر عزیز، الله متعال شما رو حفظ بکنه. زنده باشید، خدا نگهدار شما. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی. علی هستم از ایران. آقای انصاری. آقا علی از ایران، بفرمایید. علی آقا. آقای انصاری، شما توی برنامه‌تون یه کلیپ پخش کردین از این برنامه ندایشیه و گفتین که آقای ملازاده با آقای حیدری گفتن بی سواد. یک لحظه. در برنامه ندایشیه کلیپ پخش کردن که فلانی به من گفته بی سواد، در شبکه ولایت، در برنامه کلمه طیبه یا کلمه خبیثه در حقیقت، در اونجا همون کلیپ رو پخش کردن و زیرش نوشته بودن حیدری. عزیزم، اگر شما اعتراضی در مورد این کلیپ دارید، به اون شبکه زنگ بزنید بگید چرا این تناقض رو به اصطلاح پخش کردن. همون کلیپ، همون صحنه، اونجا نوشته بودن حیدری، اینجا نوشته بودن انصاری. قطع کردید خودت. بله، سلام علیکم، بفرمایید. خب دوستان، من مشکلی در تماس ها ایجاد کردن دوباره دوستانمون، اگر لطف کنن برای این شماره تلفن رو عوض بکنن که ما بتونیم صدای بینندگان عزیز رو بشنویم. کلیپ شماره 523 رو عزیزان در اتاق فرمان پخش بکنن که نمونه ای از جهالت یکی از آخوندهای رافضی رو نشون میده که طبعا علمش رو از استاد دروغگوش گرفته و نمیشه توقعی بالاتر از این داشت. کلیپ شماره 523 رو دوستان عزیزمون پخش بکنن و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. آخوند ابوالقاسمی و قرائت عبی. همین آقای محمد ابن یحیی روایت نقل کرده از امام صادق علیه السلام که ما قرائتمون قرائت عبیه. قرائت عبدالله ابن مسعود نیست. طبق عقاید شیعیان، ائمه دوازدهگانه وقتی به دنیا می آیند علم لدنی دارند و قرآن را حفظ می باشند و اسرار غیب را می دانند و معصوم نیز هستند. اما این آخوند از امام جعفر صادق نقل می کند که قرائت ما قرائت عبی هست. چگونه یک معصوم قرائت غیر معصوم را حجت می داند؟ از آنجایی که عبی بن کعب خلافت خلفای راشدین را قبول داشته و با آنها بیعت کرده، از دیدگاه آقایان مرتد می باشد. پس چگونه معصوم قرائت خود را از یک شخص مرتد می گیرد؟ مگر نه این است که ائمه از بدو تولد قرآن را از حفظ می باشند؟ چگونه امام صادق می گوید قرائت ما قرائت عبی هست؟ چرا امام صادق سندی متصل از اهل بیت برای قرائت خود ارائه ندادند؟ آیا جملات این آخوند کل عقاید شیعیان را به چالش نمی کشد؟ بله بینندگان عزیز و گرامی، انشاءالله امیدوارم که تماس های ما دچار مشکل نشه و بتونیم صدای عزیزان بیننده رو بشنویم.
در مورد این آقا علی که زنگ زده بود از ایران، شما اگر به برنامه‌ای که ما هفته گذشته داشتیم مراجعه بکنید در یوتیوب، همون قسمت رو ببینید. ما دو کلیپ پخش کردیم، یک کلیپی بود که توی برنامه‌شون پخش کرده بودن، همون کلیپ رو توی برنامه دیگه پخش کرده بودن، در یک جا نسبت داده بودن به من و در یک جا هم نسبت داده بودن به آقای حیدری که این روششون است. اما اگر دل علی آقا تنگ شده برای کلیپ جناب مقام عظمای ولایت آیت الله خامنه‌ای، ما مشکلی نداریم، میتونیم سر از همین لحظه شروع بکنیم و این کلیپ رو به مدت یک هفته دیگه پخش بکنیم. ظاهرا ملت علاقه‌ای که دارن به رهبر معظمشون و به گذشته درخشان ایشون همیشه دنبال بهانه‌ای هستن که دوباره این کلیپ ها پخش بشه. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام، سلامت باشید بیننده گرامی. وصال حق. وصال حق، بفرمایید. می‌خواستم با انصاری صحبت کنم. بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید. لطف کنید صدای تلویزیونتون هم ببندید. الو، سلام استاد، خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. من مجید هستم، از زایدان تماس میگیرم. آقا مجید عزیز از زایدان، بفرمایید. استاد خیلی خوشحالم از این برنامه خوبتون. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. بفرمایید. خب متاسفانه تماسشون قطع شد. بله، سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله، سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، جناب شیخ انصاری. سلامت باشید برادر عزیز، لطفاً صدا بفرمایید، لطفاً صدا تلویزیونتون رو ببندید. این همه مثلا صنعه کفر مثل وقتی که تیغه شما را مثل خیلی خوش عمل میشنید. سلامت باشید. این از خداوند شما را مثل زه خیر دهد. جزاکم الله خیر، خدا حافظ. جزاکم الله خیر، بارک الله فیک برادر عزیز، الله متعال شما را حفظ کنه. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید، صدای تلویزیونتون هم ببندید. سلامت باشید بیننده گرامی. لطفا بله بفرمایید، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلامت باشید. من خواهش میکنم از بینندگان عزیزی که تماسشون برقرار میشه لطف کنن صدای تلویزیونشون رو ببندن و فقط از طریق گوشی تلفن صحبت کنن تا مجبور نشیم صداشون رو قطع کنیم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد از مشهد تماس میگیرم. آقا محمد از مشهد، بفرمایید. محمد آقا، فقط زنگ زدم بگم دوست دارم، ممنون از برنامه‌های خوبتون. سلامت باشید برادر عزیز، الله متعال شما رو حفظ بکنه. ما دعا میکنیم انشالله که شبکه‌های توحیدی پایدار انشالله باشن. شما برای سلامت ایران دعا کنید که الله متعال از این مشکلات، از این گرفتاری همه رو نجات بده. آمین آمین آمین. تشکر از شما برادر عزیز، الله متعال حفظتون کنه. زنده باشید، بارک الله فیکم، تشکر. سلامت باشید، سلامت باشید، الله متعال همتون رو حفظ بکنه برادر عزیز. خدا حافظ، خدا نگهدار شما. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آقای انصاری، سلامت شما. سلامت باشید برادر تاجیک، بفرمایید. خب متاسفانه تماس برادر عزیز تاجیکمون قطع شد. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید. بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه برادر عزیز. سلامت باشید.
فرعن دو سال، پنج شیست سال قبل از صدای سیما صدای شما را گوش می کردم با رادیو، نگوان بود چقدر از اون ساعت منتظر بودم که اون ساعت شروع بشه. خدا الان می بینم صورت قربان وجودت برم. سلامت باشید برادر عزیز. قربان وجودت برم برادر. این شبکه خداوند اینه دوست کرده والله. الحمدلله سنم قوغایی کرده الحمدلله. یعنی اگر این ده سال پیش دوست می شد یعنی این دیری نمی شد الان، یعنی اون ورسکه واقعا اون ورسکه واقعا. سلامت باشید. سلامت باشید. برای همه تان سلامت باشید. الله متعالیستون کنه. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. برادر عزیزمون از ترک، از گنبد، از برادر عزیز ترکمن بودن و خوشحالم که ایشون قبل از شبکه وصال برنامه رادیویی ما رو میشنیدن که امیدواریم که الله سبحانه و تعالی عزت و سربلندی نصیب همه برادران و خواهران عزیز ترکمن ما بکنه و اونا رو از زیر سلطه این آخوندهای رافضی و عالم نماهایی که دین و اعتقاد و عقیده خودشون رو به این آخوندها فروختن نجات بده. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ادبی هستم از قران جان. متوجه نشدم اسمتون؟ ادبی از قران جان. آقای علوی بفرمایید. چند تا حدیث هست در کتاب های برادران آبه با. آقای ابن مالک شما چند تا اسم دارید؟ من ابن مالک نیستم. الا شما خودتون هست. خودتون هستید. صداتون واضح هست. صداتون واضح هست. شما 100 تا اسم دارید. به اسم اصلیتون دروغ نگید. دروغ نگید. خودتون رو معرفی بکنید. به اسم اصلیتون ادبیات. ما پوست شما رو در چرمگری میشناسیم. توی شبکه با یک اسم میایید، توی شبکه تو همین برنامه شما 3-4 تا اسم عوض کردید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آقای عصر خیر، سلام شما عرف میزنیم. سلامت باشید برادر عزیز. خدا چی بگیم از این رافت دیان دیگه. روزی براشون نمونده الان با وجود شبکه مثل وصال حق. قبلا هر دروغی میگفتن کیف میکردن و مخاطبانشون گل میزدن. الان چی میخوان بگن؟ الان که وصال حق تر دستشون قزوینی و مکارم رسوا کرده، الان میخوان چی بگن؟ الان این باید برای مردم رو شده باشه که اینا کسانی هن که دروغ میگن، که اینا خیانت میکنن. وقتی کسی به شما دروغ میگه چطور میتونه دینتو از این بگیری؟ تو دین تو میتونی از اون کسی بگیری که باز صادق نیست. آدم دین که به عنوان مهمترین چیزه باید از کسی بگیری. بله. خب من خیلی عذر میخوام از برادر عزیزمون، تماسشون قطع شد. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بله برادر عزیز تاجیک بفرمایید. خداوند شما را نگهبان باشد. اون سال انصاری ما نسبتی از وطن دور بودن، نسبتی در هجرت بودن، شما به طرف نیستید. سلامت باشید. الله متعال شما را حفظید. اما وقت در حق شما استاد به امهای نماز فرضی دعاگو هستید انشاءالله که الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیب شما بکنه. خداوند اون صبری که ایوب را داده بود نصیب روزی شما بگرداند. آمین. هرچند این تعهید و یک تاپرستی را در مرکز تهران بزنید و بلاور صدای از آن را از زبان شیرین انصاری بشنوید. انشاءالله انشاءالله. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. متاسفانه تماس برادر عزیزمون قطع شد. خب این روش هایی است که گاهی میان شماره تلفن های ما رو بلاک میکنن، گاهی میان پارازیت پخش میکنن رو تلفن ها. اما این یقین رو داشته باشید که هر کاری بخواید بکنید، شبکه های توحیدی در قلب های انسان های موحد و یکتا پرست و حق جو جا داره. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشی. عرض سلام باشی آقای محمد انصاری. عباس هستم از زاهدان. آقا عباس عزیز بفرمایید. حالتون خوبه؟ خوبی شما؟ سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه برادر عزیز. بالاخره موفق شدم تو باهاتون تماس بگیرم. الله متعال حفظتون کنه و من تشکر میکنم که شما زنگ میزنید به این شبکه های رافضی و دروغ های اینا رو افشا میکنید. آقای انصاری قرار در مزاحمت این صحیح بخاری آیا این متن اومده که در مورد حضرت ابراهیم زنش را برای زنا فرستاد نیاز الله به سوی پادشاه؟ در این روایت طوری که اینا نشون میدن نیست. ما در این مورد کلیپی داریم دوستان عزیزمون در اتاق فرمان، اگر لطف بکنن این کلیپ رو داشته باشن انشالله در اثنای برنامه پخش خواهیم کرد. این دروغی است که در شبکه ولایت گفته شده و اصل مطلب چیز دیگری هست و اینا تلبیس میکنن و ابایی هم ندارن که حتی به زن ابراهیم علیه السلام تهمت و دروغ ببندن، به خود ابراهیم علیه السلام، چون به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که احترامی قائل نباشن و به همسرش توهین بکنن، دیگه از اینا چه توقعی بیشتر از این خواهید داشت؟ بله. بعد جالب اینجاست، من تمام روایات بخاری رو گشتم، اصلا همچین موضوعی رو پیدا نکردم، حتی باهاش صحبت کردم، گفتم روایتی که شما دارین اینجا نشون میدید این روایت از صحیح بخاری نیست. درست. ولی میگن هستش. باشه، من این کلیپ رو دوستان عزیزمون انشالله آماده خواهند کرد، شما بیننده برنامه باشید، در لابلای کلیپ ها انشالله پخش میکنیم. ما در این مورد کلیپی درست کرده بودیم حدود یک سال قبل. دستتون درد نکنه، زنده باشید. این که با شما صحبت کردم خیلی سلامت باشید. شکرگزارم از خدا. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه برادر عزیز. موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. خداحافظ. خداحافظ. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. شیرنده هستم از تاجیکستان. برادر عزیز از تاجیکستان بفرمایید. بفرمایید. بله صدای شما داره پخش میشه، در خدمت شما هستم. بفرمایید. برادر عزیز تاجیک لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. بفرمایید. آقای انصاری میخواستم از شما عرض سپاس تشکر کنم که مدت یک سال است که ما این کلیپ برنامه شما را تماشا میکنیم. بله. خب متاسفانه مثل این که تماس بیننده عزیزمون قطع شد، با هم میان برنامه کوتاه میبینیم و بعد از اون با شما عزیزان خواهیم بود و آیت الله طبسی، یکی از آخوندهای دروغگو شبکه زلالت که حدود 2.5 ماه قبل دروغی گفته بود و سندهایی از کتب اهل سنت بیان کرده بود در اثبات ولادت مهدی موهومشون یا همون امام زمان خیالی، و ما وقتی مچ این آقا رو گرفتیم و بینندگان عزیزم تماس‌هایی داشت اهل سنت رو برای اثبات امام زمان خیالی، و الله سبحانه و تعالی خواست که با نشون دادن این کتاب‌ها بیش از پیش آبروی اینها بره. با هم یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم و با هم این کلیپ آخوند مکار دروغگو رئیس گروه مهدویت در شبکه زلالت، صاحب بزرگترین کتاب در مورد امام زمان خیالی، موسوعة الامام المهدی، آیت الله نجم الدین طبسی، یکی از آخوندهایی که متخصص در مهدویت هست
با هم میان برنامه کوتاه میبینیم و با شما انشالله این کلیپ رو مرور خواهیم کرد تا دروغ های این آخوند رو بیشتر برای شما عزیزان آشکار بکنیم. با ما همراه باشید. وصال حق گامی در راستای بید او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غالب و پیروز بگرداند، اگرچه برای مشرکان ناخوشایند باشد. وصال حق جدا کننده حق از باطل. و قل جاء الحق و زهق الباطل این الباطل کان زهوقا. برای بینندگان عزیز و گرامی، قضیه از این قرار بود که آیت الله طوسی 4 مصدر از مصادر اهل سنت را ذکر کرد که در اونجا اشاره شده به ولادت امام زمان خیالی. شاید یک کمی طول بکشه بیان این مطلب، اما امیدوارم که شما تا پایان این موضوع با ما همراه باشید، چون امشب میخوام یک هدیه‌ای بدم به شیعیان حقجو و به اهل سنت، به موحدین، که چرا اینها میان ای اشاره میکنن به کتب اهل سنت و میخوان ولادت این موهوم خیالی رو با دروغ و تلبیس و خیانت از کتب اهل سنت ثابت بکنن. با هم این کلیپ رو میبینیم که همین جمعه گذشته در برنامه گامی تا ظهور کارشناس این برنامه و رئیس گروه مهدویت در شبکه ضلالت و یکی از پژوهشگران شیعه در باب اثبات امام زمان خیالی و صاحب چندین کتاب در این موضوع اومد و بعد از اینکه آبروشون در این 2 ماه گذشته رفته بود و این دروغشون افشا شده بود، خواست که یک به شکلی بیاد ماسمالی بکنه و این کتاب‌ها رو آورد و در برنامه نشون داد که با هم کلیپ رو می‌بینیم. قبلی اشاره‌ای داشتید. بله، من این تصویر رو انشالله وصل بکنم برای دوستان عزیزمون در اتاق فرمان تا بتونن این کلیپ رو نشون بدن. بله، با هم می‌بینیم. حالا انشالله خواهیم رسید به بحث نشانه‌های ظهور. به ولادت آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف، به فرزند بزرگوار امام حسن عسکری علیه السلام اشاره‌ای داشتید به کتاب سوائق المحرقه ابن حجر هیثمی. حالا تو برخی شبکه ها حتی کی کردن، حتی بی احترامی کردن و گفتن که نیست همچین چیزی. میخوام حضرت عالی هم اشاره بفهمند به این کتاب در واقع سوائق المحرقه که آیا همچین مطلبی ذکر شده در این کتاب یا خیر، تا برسیم بعد به منابع دیگه و کتاب های دیگه که این مطلب در اونها بیان شده یا خیر. حالا من نمیدونم این طرفی که میفهمد کی هست و سطحش چقدره، آیا اهل تحصیل، اصلا کتاب شناسه یا نه کاسبه به اصطلاح. من نمیدونم حالا اینشون که میفهمید در کی هست و در چه سطحی هست، من نمیدونم. ولی ظاهرا باید با کتاب هم آشنا نباشد. اگر آشنا بودن همچین صحبتهای رو مطرح نمی کردن. زبان عربی هم که باید با این حساب بلد نباشد. حالا نمیدونم، عرض کردم طرف کی هست نمیدونم، حالا چه فرمودن من خبر ندارم. ولی من در جلسات قبل این بحث مطرح کردم. بله. که بعضی از علمای اهل سنت هم اعتراف دارن به این که فرزند امام حسن عسکری که همون حضرت امام زمان باشد این دنیا آمده. بله. خب من اسم بردم من جمله کتاب السوائق المحرقه، این کتاب دست من.
این ایشون این کتاب رو نشون داد و ما هم همون کتاب رو آوردیم که حالا نگن که اون کتاب دیگری بود، مثل یکی از این لقیت هایی که آورده بودن تو برنامه ندایشیه. ایشون میگفت که بله چیز دیگری رو ما نشون دادیم، اونا چیز دیگری رو آوردن. اتفاقا من امروز رفتم و همون کتاب رو، همون چاپ رو، دوستان عزیز اگر تصویرش رو نشون بدن، همون کتابی رو که در این کتابی است که ما آوردیم، و اگر لطف بکنن تصویر کتابی رو که آیت الله طبسی نشون میده، بله این همون کتابی است که ایشون آورده، همون چاپ، همون چیز. با هم ادامه کلیپ رو میبینیم. من ببینن کتاب رو. الصواعق المحرقه فی الرد على اهل البدع والزندقه. خب بعد خب چاپش هم المكتبة العصرية بيروت. بله. در صفحه 257. بله. من همون چاپ رو دوستان عزیزمون اگر نشون بدن، المكتبة العصرية، دقیقا همون چاپ رو که ایشون داره، همون چاپ رو ما آوردیم از بیروت لبنان که در اونجا چاپ شده. و صفحه‌ای که ایشون الان دوستان عزیز اگر نشون میدن صفحه 267 هست. دقیقاً ما همون صفحه رو خدمت شما عزیزان باز میکنیم. دوستان اگر نشون بدن این تصویر رو، این صفحه 257، دقیقاً همون صفحه‌ای که ایشون نشون میده. اگر دوستان تصویر لپتاپ رو نشون بدن، صفحه 257، الباب الحادی عشر فی فضائل اهل بیت نبوی، دقیقا همون باب و همون صفحه است که با هم ادامه کلیپ رو بشنویم. این اصلا بد نیست نشان بدن. بله بینندگان عزیز، درشتر هم نشان بدن. خب من عبارت رو میخونم. میگه که راجع به آقا امام عسکری، بله، البته ایشون اسم ائمه رو میبره، در فصل 11 باب 11 فی فضائل اهل البيت، في فضائل اهل البيت النبوي. خب اسم یکی که ائمه رو میبره، امام حسن، امام حسین، بله امام زین العابدین، همینجور میاد تا میرسه به امام حسن عسکری، امام 11. خب از امام 11 هم تجلیل میکنه، کراماتی، معجزاتی از ایشان نقل، اخلاقیاتی از ایشان نقل میکند. بعد میفرماد که ایشون اقام امام عسکری، بعد نیست عبارت این نشان بدن عبارت را. بله. اقام یعنی امام عسکری، مکرما مورد احترام حکومت بود، و صلاة الخلیفه تصل الیه، صله هدایا، تعبیرات ایشونه، هدایای خلیفه به امام عسکری میرسید کل وقت، الا ان مات، تا زمانی که امام عسکری رحلت کردن. کجا؟ به سر من را و دفن عند ابیه و عند عمه، کنار پدر بزرگوار به خاک سپردش. و عمره 28 سنه، هنگام رحلت 28 سال. بله. البته میگه رحلت، بعد میگه و یقال انه ثم ایضا، بعضی هم گفتن که ایشان امام عسکری مسموم شد. شاهد من اینجاست. عبارت خوب. بله. خب اینجا ایشون یک تحریفی کرد، دروغی گفت در مورد همین نصی که در این کتاب هست. اگر متوجه شده باشید، و یقال، این قسمت رو دوستان نشان بدن، انه ثم ایضا ولم یخلف غیر ولده. این یقال که بعضی گفتن یا گفته شده، تنها قضیه سم نبوده، قضیه که ایشون غیر از فرزندش، غیر از همون پسری که داشت، فرزند دیگری نداشته. این قسمت رو کلا حذف کرد، چون وقتی علما در کتبشون کلمه یقال رو میگن، میگویند، گفته اند، بعضیا گفتن رو به قول خودش، به قول آقای طلا توسی. ادامه مطلب رو هم میبینیم از خود کلیپ. روی عبارت دقت بفرمان. ولم يخلف، یعنی امام عسکری
خلفی، فرزندی از خودش به جایی نگذاشت غیر ولده مگر فرزندش. اسم فرزندش چیه؟ محمد. اینه نشان بدید. بله. وقت کنیش هم میاره میگه ابوالقاسم، میگه غیر محمد که ابوالقاسم هم میگن، حجه هم میگن، اسمش هم محمده، میگه هیچ ذریه امام عسکری نداشتند مگر همین. خب و عمره عند وفات ابیه 5 سنین، هنگام رحلت امام عسکری 5 سالش 5 سالشون بود. لکن آتاه الله فیها الحکمه، در این سن خداوند عزوجل حکمت به او عنایت کرد. بله. خب بعد میفهمد که و یسمی القاسم، حالا این از کجا این اسم آورده نمیدونم، بذارن قائم باید باشد، المنتظر. دیدید تا اینجا تصریح میکنه که محمد ابوالقاسم. بله. این که میگه تصریح میکنه این دروغه. ایشون همین یقال رو که من نشون دادم از کتاب رب داد فقط به قضیه سم، و بقیه رو میگه بله ایشون تصریح میکنه. دوستان عزیز اگر نشون بدن و یقال، از اینجا که شروع میشه گفته میشود همه این مطلب تا این قسمت اشاره به این است که این حرف ها گفته میشود، یا بعضیا به قول آیت الله طبسی این حرف ها رو زده اند. ادامه کلیپ رو میبینیم. حجت این فرزند کیه؟ امام عسکری. و وقت رحلت یا شهادت امام عسکری سن ایشان 5 سال بود و خداوند به او حکمت آموخته بود. بله. خب بعد الان چرا به ایشون میگن منتظر؟ ایشون یه برداشتی داره، میفهمد که لانه ستر بالمدینه، مخفی شد و غاب. اینجا هم تحریف کرد و دروغ گفت، میگه که ایشون یک برداشتی داره. نه خیر، ایشون این برداشت رو نداره. اینجا کلمه قیله رو دوستان عزیز اگر نشون بدن، این کلمه قیله گفته می شود، گفتند، حرف ایشون نیست، حرف صاحب این کتاب نیست، گفته می شود. حالا ایشون توضیح میده در اینجا که کی گفته این حرف رو. با هم ادامه کلیپ رو میبینیم. فلم یعرف این ذهب، نمیدانه کجا ایشون بود. بعد حواله میده به آیه 12 همی که در اینجا نقل کرده است. بعد اونجا میگه که بله قول الرافضه فی انه المهدی. خب ببینید بله. اینجا در همین چند خطی که من حدود 5 خطی که خدمت شما عزیزان نشون دادم، ایشون 3-4 تا دروغ گفت. بعد ادامه این مطلب رو ترجمه نکرد و نخوند. در ادامه میگه و مره و گذشت فی الآیت الثانی عشره، در آیه 12 که حالا میریم، قول رافض فیهی، سخن روافض در مورد او که ایشان مهدی هست، و اورد ذلک مبسوطا، و این رو مفصل من در اونجا ذکر کردم، فراجعه فانه مهم، مراجعه بکن اونجا، برو اونجا که خیلی مهم هست. این رو متاسفانه این آخوند هیلگر مکار دروغگو این رو ترجمه نکرد، چون میخواد این موهوم خیالی رو با تلبیس و دروغ از کتب اهل سنت ثابت بکنه. حالا چرا این کار رو میخوام بکنم، من در ادامه این بحث که کلیپ تموم بشه انشاءالله خدمت شما بیان خواهم کرد. در اینجا چون ذکر امام حسن عسکری رضی الله تعالی عنه است، ایشون نمیخواد در اینجا دو بحث رو یک جا مطرح بکنه. میگه در مورد این ادعای رافضه که گفتند، حالا دوستان عزیز نشان بدن این رو، و یقال وقیل، که انسانهای جاهل و نادانی مثل این آیت الله که نمیدونم سطح سوادشون در چه اندازه ای است که بهشون درجه آیت اللهی دادن، یا اینم مثل اون مدرک دکترایی است که برای احمدی نژاد و اعضای کابینش میدادن، فکر کنم این مدارک
حوزه علمیه قم هم اینطوری شده که به هر جاهل نادان بی سوادی میان و مدرک آیت اللهی و آیت الله العظمایی میدن که اینطوری در جلوی بیننده بیاد تحریف بکنه و دروغ بگه و ادامه مطلب رو نخونه. تا اینجا این مطلب رو ما میذاریم میریم به همین. دوستان عزیز اگر نشون بدن و مره فی الآیت الثانی عشر، در آیه ثانی عشر ایشون اشاره کرده در مورد سخنان روافض در مورد مهدی. ما همین در همین کتاب دوستان عزیز نشون بدن میریم به صفحه 201 این کتاب که در مورد الآیت الثانی عشره چیزی که در اونجا بهش اشاره کرده بود. این قسمت رو دوستان عزیز اگر متوجه بشن، الآیت الثانی عشر، در اینجا ایشون این سخن الله سبحانه و تعالی رو میاره که و انه لعلم الساعه، از زخرف آیه 61. در مورد این مطلب، در مورد این آیه 61 سوره زخرف، اقوال مفسرین و علما رو میاره که ان هذه الآیه نزلت فی المهدی، این آیه در مورد مهدی نازل شده. البته این مهدی اون مهدی نیست که اینا بهش اشاره میکنن، این مهدی مهدی اهل سنت، مهدی که مسلمان ها بهش اعتقاد دارن، من اعتقاد دارم، علما اهل سنت بهش اعتقاد دارن، همه کسانی که تابع سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن به این مهدی اعتقاد دارن. شاید برداشت ها در مورد شخصیت این مهدی فرق بکنه. بعضی از علما اومدن گفتن نه خیر، ایشون نمیاد ادعا بکنه که من مهدی هستم. بعضی ها گفتن که شاید شخصی باشه که بیاد کارهایی انجام بده، اما بعد از این که از دنیا رفت مردم متوجه بشن که فلانی که مهدی بوده که این کارا رو کرده. علی کل حال این اختلافاتی هست که در فهم این روایات در بین علما وجود داره، اما همه قضیه مهدویت رو میتونم بگم اکثریت عظمای علمای اهل سنت قبول داره. این بخش از کتاب از سوایق المحرقد از صفحه 201 این کتاب از اینجا شروع میشه و همینطور میره تا این قسمت که الآیت ثانی عشر، و مؤلف این کتاب در اینجا میاره اقوال علمای اهل سنت رو درباره مهدویت که علما آمدن در مورد فضائل علی و فاطمه رضی الله عنهما گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون دعا کرده که خدایا برکت بده به این دو و برکت بده به نسلشون، که همه فضائل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رو بیان میکنه. در اینجا مثلا این روایت هست، کلا اینجا همه مطالبی هست در مورد فضیلت فاطمه زهرا و سیدنا علی رضی الله تعالی عنهما، و اینجا روایتی را از ابوبکر صدیق روایتی رو ذکر میکنه در مورد خواستگاری فاطمه زهرا سلام الله علیها، و در اینجا در ادامه میگه که دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در مورد برکت در نسل ایشان دعا کرده بودن این به وقوع پیوست و تا اینکه امام مهدی از نسل ایشون خواهد بود، و روایاتی رو هم در اینجا بیان میکنه که المهدی من عترتی من ولد فاطمه، مهدی از نسل من هست، پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماین از فرزندان فاطمه هست، و روایت بعدی رو که از کتب اهل سنت نقل میکنه که ولو لم يبقى من الدهر الا يوم لبعث الله فيه رجلا من عترتي، اگر یک روز از زمان هم بماند الله سبحانه و تعالی مردی رو از نسل من برمی انگیزه، و روایتی که رجل من اهل بیتی یملوها عدلا كما ملئت جورا، مردی از اهل بیت من میاد که زمین رو پر از عدل و داد میکنه همونطوری که پر از جور و ظلم شده. اینها که من اینجا نشاندهی کردم همه روایاتی هست، تقریبا میشه گفت اکثر روایاتی هست که البته در درجه صحتش اختلاف هست بین علما بعضی از این روایت ها رو، اما ایشون میاد به خاطر امانت علمی همه این روایات رو ذکر میکنه. بعد میریم به صفحه بعدی، صفحه 204، در اینجا هم همین مطلب هست، کلن علائم ظهور مهدی موعود یا مهدی اصلی
که اهل سنت و مسلمان ها بهش اعتقاد دارن رو بیان میکنه. در اینجا مثلا روایتی از امام احمد، روایت مرفوعی است که اذا رأیتم رایات الصوت قد خرجت من خراسان فاعتوها ولو حبوان على الثلج فان فيها خليفه الله المهدي. اگر دیدید که پرچم های سیاه از خراسان برافراشته شد، به سوی آنها بشتابید ولو چهار دست و پا بر روی برف، زیرا که در بین اینها خلیفه الله المهدی وجود داره. روایت دیگری از نصیر بن حماد ذکر میکنه، از ابو نعیم، از طبرانی، و روایاتی رو در صفحه 205 ذکر میکنه از ابن ماجه و حاکم و طبرانی و از ابن عساکر، و اینم در مورد فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. و همچنین در صفحه 206، دوباره من به خاطر ضیق وقت نمیخوام همه این روایات رو بخونم، صفحه 206 هم کلن روایاتی هست در اثبات مهدی اهل سنت. صفحه 207 هم کلن این روایات هست که این در اینجا حرف جالبی رو ذکر میکنه که قد تواترت الاخبار و استضافت به کثرت رواتها على مصطفى صلی الله علیه و آله و سلم به خروجه و انه من اهل بیته. میگه روایات و اخبار زیادی روایت شده که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مهدی از اهل بیت پیامبر است و ایشان زمین را پر از عدل و داد میکند و عیسی خروج میکند در زمان ایشان علی نبینا و علیه افضل الصلاة و السلام. این صفحه هم کلن در مورد اعتقاد مسلمان ها در مورد امام زمان اصلی هست، و در این صفحه 208 که این آخوند مکار و دروغگو و همکارش قزوینی و دیگران که همیشه از سوایق المحرقه ذکر می کنن، اینجا رو که در اونجا ذکر کرده که به آیه ثانی عشر مراجعه بکنید، این قسمت رو کلن ذکر نمی کنن، نمی خونن در این صفحه. این صفحه که من با رنگ نارنجی نشاندهی کردم کلن روایات و دروغهای رافضه است که ایشون در اینجا میاد میگه که اولا این روایت در مورد اینکه ایشون از نسل حسین می باشد، گفته که این روایت واهیتون جدن، مع ذلك لا حجت فیه لما زعمت رافض انه المهدی هو الامام ابو القاسم محمد الحجه. در اینجا میگه که هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه که آنچی که ادعا میکنن رافضه که این شخص امام ابو القاسم محمد الحجه ابن الحسن العسکری ثانی عشر الائمه الاتین فی فصل الاتی علی اعتقاد الامامیه. میگه همونطوری که در فصل بعدی من ذکر این رو کردم که اون قسمت اولی بود که من خدمت شما عزیزان نشون دادم، میگه که این ادعای رافضه است که این ابو القاسم محمد الحجه ابن الحسن العسکری دوازدهمین امامشون هست. در مطلب پایینیم، و من مجازفات والجهالات زعم بعضهم ان الروايه انه من اولاد الحسن وروايه اسم ابيه اسم ابي كل منهما وهم. میگه جهالات و حماقت های رافضه این است که اونا میگن که این روایات اهل سنت که ایشون از اولاد حسن هست و اسم پدرش اسم پدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا وهم است. و زعمه ايضا ان الامه اجتمعت على انه من اولاد الحسين، و این یک دروغ های بزرگ رافضه است که ادعا می کنند که ایشون از اولاد حسین هست. و انی له بالتوحیم الروات بالتشهی، ایشون هرچی که اشتها کردن به اصطلاح روافض ادعا می کنند، و نقل الاجماع بمجرد التخمین والحسد، و ادعا می کنند که اجماعی وجود داره در اینجا با امون زن و گمان و حسادتشون که دارن. والقائلون من الرافضه بان الحجه هذا هو المهدي، و کسانی از رافضه میگن که امین محمد ابن الحسن عسکری حجت این مهدی است. یقولون لم، بعضی از رافضه البته در اینجا گفتن که بان الحجه هذا هو المهدي، یقولون لم يخلف ابوه غيره، که پدرش غیر از این فرزند دیگری ندارد. در اینجا ببینید، اینجا میگه که قائلون من الرافضه، نمیگه که اهل سنت. در اونجا دیدید که این آخوند دروغگو ادعا کرد که بله این آقای ابن حجر هیثمی مکی این حرف رو میزنه. و مات و عمره خمس سنین، و ادعا میکنن که مرده و در این که در وقتی که عمرش 5 ساله بوده، آتاه الله فی الحکمه، یعنی پدرش مرده وقتی که ایشون 5 ساله بوده، الله سبحانه و تعالی به ایشون حکمت عطا کرده در این عمر، کما آتاها یحیی علیه السلام
همونطوری که به پیامبر یحیی علیه السلام اعطا کرده سبیان در خردسالگی و جعله اماما و ایشون رو امام قرار داده در طفولیت. خب مطالب دیگری از کتب رافضی ذکر میکنه، به باد مسخره میگیره این ادعایش، و در اینجا قولی از ابن خلکان ذکر میکنه که وشیعه طرافیه انه المنتظر والقائم المهدی، و شیعه ادعا میکنند که ایشون امام قائم و مهدی است، و هو صاحب سرداب عندهم، صاحب همون سردابی است که اونجا رفته، و اقابیلهم فیه کثیره، روایت ها در مورد ایشون زیاد است، و هم ینتظرون خروجی آخر الزمان من السرداب بسر من رها، و در سامر را منتظر خروجش هستند در آخر الزمان. و در اینجا روایت دیگری رو از در مورد شیعه ذکر میکنه که، و روایات زیادی وجود داره که ایشون به اصطلاح العسکری لم یکن له ولد، امام حسن عسکری فرزندی نداشته، لطلب اخیه جعفر میراثه من ترکته، و به این دلیل که جعفر عموی امام زمان شیعه میراث برادرش رو خواست وقتی که ایشون فوت کرد، فدل طلبه ان اخاه لا ولد له، این طلب ایشون که میراث طلب کرده دلالت بر این داره که برادرش ولدی نداشته، فرزندی نداشته، و الا لم يسع طلب، و الا این کارو نمی کرد، یعنی به خودش اجازه نمیداد که این کارو بکنه. فحتی سبکی و حکی سبکی عن جمهور رافضه انهم قائلون بان لا عقب للعسكري و انه لم يثبت له ولد بعد ان تعصب قوم لاثباته. ادعای از رافضه هم ذکر شده که حتی قبول ندارن که این فرزند حسن عسکری و اصلا فرزندی نداشته، و ان اخاه جعفر اخذ میراثه، و برادرش جعفر میراثش رو گرفته، و جعفر آذا زللته فرقه من الشیعه و نسبوه للكذب في ادعای میراث اخی، و ادعای شیعه اومدن این جعفر رو جعفر کذاب گفتن. امروز هستن همین فرقه شیعه امامیه در مورد جعفر، عموی امام زمان بهش میگن جعفر کذاب، به خاطر اینکه ایشون انکار کرده که برادرش فرزندی نداشته. بعد از ایشون ولذا سموه و اتبعوا فرقه و اثبتوا له الامامه، ادعی از شیعیان اومدن همین جعفر کذاب رو امام تعیین کردن، گفتن ایشون امام هست. و الحاصل انهم تنازعوا في المنتظر بعد وفات العسكري على 20 فرقه، نتیجه این درگیری ها چی شد که شیعیان بعد از امام حسن عسکری 20 فرقه شدن، که من انشالله از کتاب فرق شیعه نوبختی نشونتون خواهم داد که شیعیان بعد از وفات امام حسن عسکری به 14 فرقه تقسیم شدن. اینو در نوبختی آورده 14 فرقه، در اینجا گفته 20 فرقه، که شاید فرقای دیگری وجود داشته که حتما وجود داشته، و ایشون در فرق شیعه نوبختی و قومی آورده 14 فرقه. در مطلب بعدی دوباره میاد در صفحه 209، اگر دوستان عزیزمون نشون بدن در صفحه 209، بعد اینجا میاد به سلام مسخره میکنه این ادعا، والمقرر من الشريعة المطهرة ان الصغير لا تصح ولايته، میگه در شریعت این ثابت شده و به این اقرار شده و این جزء قانون شریعت هست که کسی که کوچیک باشه ولایت او صحیح نیست. فکیف ساغ لهؤلاء الحمقى، پس چطور این انسان‌های احمق، منظور ابن حجر از انسان‌های احمق طبسی، قزوینی، مکارم شیرازی، سیستانی، همینایی که این ادعا رو میکنن، المغفلین، انسان‌های چی؟ الحمقى، المغفلین، انسان‌های احمق و نادان از دنیا بیخبر، ان یزعموا امامت من عمره 5 سنین، ادعا میکنن که ایشون در 5 سالگی امام شده. ما به این کاری نداریم که این توهین هست توهین نیست، حرف ابن حجر است که باید آیت الله طبسی اینو نشون میداد و میخوند از کتاب از سوائق المحرقه. بعد از این خلاصه شعری میاره و اینو مسخره میکنه، و زعمت فرقه من الشیعه ان الامام المهدی و ابو القاسم محمد ابن علی ابن عمر ابن الحسین السبت حبس المعتصم، و میگه فرقه شیعه هم ادعا کردن که امام مهدی و ابوالقاسم محمد ابن علی ابن عمر ابن الحسین هست، و در اینجا ذکر میکنه که ولم تعد الرافضه من اهل بیت زید ابن علی ابن حسین، مع انه ولم تعد الرافضه، این زید ابن علی رو ایشون از جمله اهل بیت نمیدونن چیه، مع انه امام جلیل من طبقه الثالثه من التابعین، در حالی که زید ابن علی ابن حسین فرزند به اصطلاح نوه امام زین
عابدین از امامان جلیل در طبقه سوم از جمله تابعین بود. تابعین به کسایی گفته میشه که صحابه رو دیده باشن. بایعوا کثیر من الکوفه، ادیک زیادی در کوفه باش بیعت کردند. و طلبت منه رافضه ان يتبرى من الشیخین لینصره، و رافضه اتباع عبدالله ابن سبع یهودی اومدن از ایشون خواستن که از شیخین یعنی ابوبکر و عمر اعلان بیزاری بکنه تا ایشونو کمک بکنن. فقال، ایشون در جواب گفت بل اتولاهما فقالوا اذا نرفضک، بلکه ایشون گفتن که نه خیر، من ولایت اونها رو قبول میکنم. به همین دلیل گفتن که ما تو رو رد میکنیم، نرفضک. فقال اذهبوا فانتم رافضه، بروید که شما رافضه هستین. از اون روز به بعد به کسانی که ولایت ابوبکر و عمر رو قبول نکردن، خود امام جلیل زید ابن علی ابن الحسین کلمه رافضه رو اطلاق کرد. در ادامه بحث در این پایین، ثم من عجیب تناقض رافضه، اینجا تناقضاتش در مورد رافضه ذکر میکنه. بعد میایم در صفحه بعدی، صفحه 210، باز هم مطلبی هست در این مورد که ادعای رافضه رو در اینجا ذکر میکنه. ادعا میکنه که ایشون کوچیک بوده، پدرش فوت کرد، علما زعمو و اختفاهی بیس لم یره الا احادا زعمو رویته، بلکه ایشون پنهان شده و تعداد انگشت شماری ادعا کردن که ایشون رو دیده، که همون وکلایی که به اصطلاح ذکر میکنن که دیده. و کذبهم غیرهم فیها، در این مورد دیگه دروغهای زیادی اینا. و قالوا لا وجود له اصلا کما مر، بعد ایشون گفتن که اصلا وجود نداشته. فکیف یثبت له ذلك بمجرد الامکان، چطور میخواید اینو ثابت بکنید با این حدس و گمان که میگید امکان داره وجود داشته باشه. خلاصه تا این قسمت رو من تقریبا تا آخر این رو براتون خوندم که اینجا هست، که بعد از اون میاد الآیت الثالث عشره که موضوع دیگری است. و علی الاعراف رجال یعرفونه، این موضوع دیگری است، موضوع مهدی تمام میشه. این حکایت این باب بود که این آخوند مکار دروغگو این رو آورد، و دوستان عزیز اگر نشون بدن این قسمت رو ایشون خوندن، این آخوند مکار دروغگو این قسمت رو خوند، و اینجایی که ابن حجر تأکید میکنه که و مر فی الآیت الثالث عشر قول رافض فیه انه المهدی و اوردت ذلك مبسوطا فراجعه فانه مهم، این رو اصلا ذکر نمیکنه. این نمونه ای بود از دجل، خیانت، دروغگویی و مکارگی این آخوندهای رافضی که شما با دیدن شبکه جهانی وصال حق باید اینا رو شناخته باشین که اینا حاضرن به خاطر اثبات مذهب باطلشون به الله، به رسولش، به هر مقدسی که در دین مبین اسلام باشه دروغ ببندن. با هم ادامه کلیپ رو میبینیم. اینجا اصل ای که ای فرزند امام از کسی که ما همینه میگیم، در اصل این خودش هم اعتراف داره. اگر بحثی هست در این که آیا این همون مهدی است یا کس دیگه است، او یه بحث دیگره. ما میگیم فرزند امام عسکری که ما میگیم حضرت مهدی است، خودت هم اعتراف داری که ایشان متولد شده. بله. اما بحث این که آیا شما هم قبول دارید که این همون مهدی موعوده یا قبول ندارید، بحث دیگره. یا این که نمیدونم تو سرداب غائب شده یا این بحث دیگر است. پس ما دور نگفتیم، این عبارت است که در خود کتاب آمده سابقه مقام. و ضمناً اصلا این مطلب اختصاصی به ایشان نداره. بله، میگن چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد، کتاب رو دستش گرفته داره دروغ میگه. و من امیدوارم که بینندگان فهیم ما که همیشه زنگ زدن به این شبکه و دروغ های اینا رو آشکار کردن بیشتر از پیش، باز زنگ بزنن بگن که چرا این آیه 12 که اشاره میکنه ابن حجر چرا اونجا رو نمیخونه. ادامه کلیپ رو ببینیم. ما اسم چند نفر از عبارات بعضی از متعصبین اهل سنت رو بیارم. بله. که حالا مثلا سلفی ها وهابی اصلا این قبول ندارن، ابن حجر اصلا قبول ندارن، چون نسبت به ابن تیمیه مواضع
تندی داره. اصلا میگه این انسان آدم گمراه ابن تیمیه، عبد خذله الله اصمه اعماه، گرش کرده، کورش کرده، اذله، ذلیلش کرده. این ابن بله آقای هیتمی نسبت به ابن تیمیه اینجوری میگه. نظام سلفیان قبول ندارن خیلی. من از حرفای از کسانی میارم که سلفی قبولش دارن، مثل آقای ذهبی. ذهبی به اصطلاح عبارتی از سیوطی من یادمه در کتاب طبقات الحفاظ، اونجا میگه اهل سنت عیال لاربع، میگه اهل سنت سر سفره چهار نفر نشسته، یکی از چهار نفر رو ذهبی رو نام میبره. بله. خب ذهبی در سه تا از کتابهاش همینه میگه که که امام عسکری فرزندی داشت و متولد شد. همین که هیتمی در کتاب سوار مهره متولد شد. بله. ما همین میگیم. ما چی میگیم؟ ما همینه ما میگیم. منتها حالا من عبارت بخونم. منتها ذهبی باز یه مطلب دیگری رو خود سیاه نمایی کنه. نه بله شیعه ها میگن تو سرداب قائم. نه ما نمیگیم سرداب قائم شد. یه بحث دیگه است. بحث انحرافیش نکنید بحثا. ببینید این کتاب عبر. حالا بعد نیستم نشان بدم. بله دوستان زحمت بکشن نشون میدن کتاب رو. العبر. بله. این کتاب العبر هست. ما هم رفتیم همون کتاب. همون کتابی رو که ایشون داره نشون میده. دوستان مقایسه بکنن تصاویر رو. دقیقا همون کتاب رو، همون چاپ رو آوردیم خدمت بینندگان عزیز و گرامی تا این دروغ آخوند رافضی رو خدمت شما عزیزان از مستند از این کتاب نشون بدیم. برمیگردیم به کلیپ. فی خبر من غبر، راجبه گذشتگان. خب جلد یک دار الکتب العلمیه بیروت لبنان. خب جلد یک صفحه 308. بله اینم تصویری که دار کتب العلمیه بیروت لبنان جلد اول، همون کتابی که ایشون داره نشون میده. ببینیم ادامه کلیپ رو. 81. ببینید من عین عبارت رو شما میخونم. بله. خب کسانی که در سال 260 فوت شدن. بله دقیقا همون صفحه، صفحه 381 ما نشون میدیم خدمت شما عزیزان و کسایی که در سال 260 به خودشون فوت شده. ببینیم ادامه کلیپ رو. لیست میده. اینو باز نشان بدم. بله. عبارت را و فیها، این در سال 260 ذهبی میگه. بله. محمد ابن الحسن العسکری. بله راجع به حوادث این سال رو میگه. میگه در این سال محمد این امام زمان. بله. فرزند حسن این امام عسکری، خودش میگه محمد ابن حسن العسکری ابن علی الهادی، همینطور نسب ایشون میرسونه تا بله امام صادق. خب میگه این آقا الذي تلقبه الرافضه الخلف الحجه، شیعه ها به این میگن خلف، به این میگن حجت، تلقبه بالمهدی، ازش تعبیر مهدی و بالمنتظر و تلقبه بصاحب الزمان، القابی است، و هو خاتمه الاثني عشر. میگه این دوازدهمین امام است. بله مطلب بعد از این رو دوستان عزیز خوب دقت بکنن که ایشون، من چون دفعات قبل که ما نشون دادیم این مطلب رو نخونده بود، این مطلب و ظلال رافضه ما علیه مزید، گمراهی رافضه بیشتر از این نمیشه، این مطلب رو دفعات قبل ایشون نخونده بود. این دفعه که اومد این مطلب رو خوند، دوستان عزیز خوب توجه بکنن که این مطلب الان اینجا شما یک ویرگول میبینید بعد از این و اینجا یک ویرگول دیگری هست و این جمله کلا مربوط میشه به این قسمت، به این قسمت که ایشون بعد از بیان این مطلب میگه که گمراهی رافضه بیشتر از این نمیشه و از این به بعد جمله استنافی دیگری هست
که من فکر میکنم یک کمی برن ادبیات فارسی هم به این آخوند بی سواد یاد بدن تا حداقل ادبیات فارسی رو یاد بگیره، اینطوری غلط ترجمه نکنه برای بینندگان عزیز. شما ببینید این جمله رو اینجا کلا به اصطلاح جمله دیگری است، و این که وزلال رافد ما علیه من مزید ما علیه مزید، این اشاره است به این ادعایی که رافضه کرده. حالا شاید برای بعضی سوال باشه، خب این ذهبی از علما اهل سنت چه مجبوریتی داشته که این مطلب رو ذکر کرده؟ این مطلب به دلیل این ذکر شده که در حوادث این سال رافضه، همون اتباع عبدالله ابن سبع یهودی، این ادعا رو کردن. این از حوادث اون سال بوده و ایشون که ذکر کرده، هدف از ذکر تایید مطلب نیست. شما کتاب تاریخی می نویسید، مثلا الان کسی بیاد حوادث مثلا قرن 20 رو نوشته باشه، خب در این ضمن این حوادث میان می نویسن که شخصی بود به نام سید علی خامنه‌ای، در دوران جوانی میگویند که یک سری مشکلاتی داشته، به ما مربوط نیست، ما کاری نداریم، مال خوب و بد به قول قزوینی بیخیرش صاحبش، به ما مربوط نیست، اما میگند. کی میگه؟ خب آخونداتون میگه، هم کلاسیاش میگه، هم دوراش میگه، هم جنساش میگه، میگه کند هم جنس با هم جنس پرواز. وقتی که مورخی بیاد این مطلب رو در کتابش در ضمن حوادث قرن بیستم ذکر بکنه، دلیل این نیست که حتما این واقع اتفاق افتاده یا نیفتاده، ایشون شنیده ذکر کرده. متوجه شدید؟ هدف از ذکر علمای اهل سنت به خاطر امانت علمی که دارن، حوادثی که در اون سال ادعا شده که اتفاق افتاده ولو اینکه شاهدش نبودن، در کتابهای تاریخشون ذکر کردن. خب در این سال ادعا کردن روافض که این چنین واقعی رخ داده. این جمله، جمله وزلال رافض ما علیه مزید، رد مؤلف هست بر این ادعا. اینو هر دانشجوی سطح پایین حوزه باید بدونه، الا انسانهای جاهل و احمقی مثل این آخوندا که دیگه نمیدونیم بهشون چی بگیم. به ادامه کلیپ توجه کنید. خاتم الاوصیا، بله، وزلال رافض دیگه اینجا این مطلب رو میگه، میگه که گمراهی رافضه در چیه؟ دوستان عزیز اگر متوجه شده باشن، ترجمه میکنه که و گمراهی رافضه در چیه؟ ترجمه غلط میکنه. من اینجا تحدی میکنم همه کسانی که آشنایی خیلی اندکی با زبان عربی دارن، ترجمه این جمله چی میشه؟ وزلال رافضه ما علیه مزید، ترجمهش این میشه که گمراهی رافضه از این بیشتر نمیشه، یا ترجمهش این میشه که این آخوند مکار و دروغو میگه که و گمراهی رافضه در چیه؟ حالا با هم این کلیپ رو یک بار دیگه، این قسمتش رو توجه کنید. بله، و ضلال رافضه دیگه اینجا این مطلب رو میگه، میگه که گمراهی رافضه در چیه؟ انهم یزعمون انه دخل السرداب الذي بسامراء. میگه گمراهی شیعه اینه، میگه این فرزند امام عسکری، خوب دقت کن، میگه محمد پسر حسن عسکری که در این تاریخ دنیا آمده، درست؟ میگه اینا میگن که یا در این تاریخ فوت شده، تعبیره، بالاخره بوده که فوت شده. خب بعد میگه که بله، زلال و گمراهی رافضه این است که میگن ایشان دخل السرداب بسامراء. ذهبی هم اون اصل مطلب رو قبول داره. بله، اگر این جمله به این شکلی که ایشون ترجمه کرده می بود، باید این قسمت، دوستان عزیز نشون بدن، این ویرگول اینجا نمی بود و جمله به این شکل می شد: و دلال رافضه فی فانهم، حالا این جمله کلا به هم می خوره اگر اونطوری ما بیایم تعدیل بکنیم، و دلال رافضه، یعنی جمله کلا باید عوض بشه، کلا این قسمت باید عوض بشه، و دلال رافضه فی انهم یزعمون انه دخل السرداب، در حالی که اینجا مؤلف ویرگول گذاشته. و من امیدوارم که یک بچه کلاس اول ابتدایی از قم پیدا بشه، بره دفتر حضرت آیت الله طوسی و به ایشون بفهمانه، حالی بکنه که ویرگول که بعد از یک مطلبی گذاشتن یعنی چی.
خب من نمیدونم که ایشون از کجا پا شده اومده اینجا به عنوان رئیس مهدویت تعیین شده در این شبکه، که فرق ویرگول و نقطه و این مطالب رو نمیدونه. ادامه مطلب رو ببینیم. خب صورت مسئله رو پاک میکنه، میگه شیعه ها میگن که بله ایشان وارد زیرزمین شد و مخفی شد. مخفی شد. و کان عمره لما عدم 9 سنوات. 9 سال. پس ببینید اصل ولادت رو منکر نیست. اینی که میاد بحث میکنه اینه که آیا ایشون زیرزمین به قول ایشون تو سرداب غائب شدن یا نمیدونم امام 12 همش. این بحث، اینا بحث دیگر است. ما میگیم که خود شما هم قبول دارید که فرزند امام عسکری که ما میگیم امام زمان است، خودتون هم میگید دنیا آمده. اما مسئله این که به اصلا تو سرداب غائب است، اصلا هیچی کسی از ما این حرف رو نزده است که امام زمان فرزند امام عسکری در سرداب غائب شده. این حرفی است که ما کراراً گفتیم دیگه تکرار نکنیم. این حرفی است که سمعانی اولین بار این تهمت رو به شیعه زد، بعدش هم عبدالجلیل قزوینی ردش کرد و همینجور علمای ما این رد کردن تا به امروز. محدث نوری، مرحوم عسکری، مرحوم آقای امینی، مرحوم اربلی، مرحوم امین صاحب اعیان شیعه، همه ردش کردن. منتها حرف را از کی گرفتن؟ حرف را از انصاب سمعانی، یعنی اصل تهمت از اونجاست. هر کس هم این حرف غیبت امام زمان در سرداب رو گفته است، از اون آقا گرفتن. خب اینم یکی. بله. من باز ارائه بدم اگر بفرمایید خوشحال میشیم. خب ببینید باز این تاریخ الاسلام. بله اگر ارائه بدید. بله دوستان زحمت میکشن. این تاریخ الاسلام باز مال خود ذهبیه طبق بله اینم کتاب تاریخ الاسلامی که ایشون این مطلب رو ازش نشون میده، اینم از کتاب شمس الدین محمد ابن احمد عثمان ذهبی تاریخ الاسلام. ادامه مطلب رو ببینیم. شماره بندی که ما کردیم جلد 19، اما تاریخش میشه حوادث 251 تا 260. بله ما هم اینجا دوستان عزیز اگر نشون بدن این کتاب رو، جلد 19 هم هست، همون حوادث سال، حوادث وفیات سال 251 تا 260. ادامه مطلب رو میبینیم از کریم. بله خب ببینید تاریخ الاسلام الناشر دار کتاب عربی. خب باز این جریان را نقل میکنن. ببینید بعد نیست نشان بده، وقتی که سخن از امام اینو نشان بدن. بله. سخن از امام صفحه 113، سخن از آقا امام حسن عسکری به میان میاره. الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی رضا ابن موسی ابن جعفر الصادق. بعد میگه هو والد المنتظر، والد منتظر رافضه. بسیار میگه که ایشان توفی به سامراء، یعنی امام حسن عسکری، 8 ربیع الاول سال 260، 29 سالش هم بود. و دفن الى جانب والدهی، کنار پدر بزرگوار و مادر بزرگش. حالا شاهد من این کلمه است، میگه امام عسکری که در سال 260 فوت شدن. بله در اینجا دوستان عزیز اگر توجه بکنن که چون چاپی رو که من میخوام نشون بدم با این چاپ فرق میکنه، من این صفحه رو، بله دوستان عزیز اگر این قسمت کلیپ رو نشون بدن که نگن که حالا ما کتاب دیگری رو نشون دادیم، صدا و تصویر رو. بله اینجا شخصیت 159 هم هست، ما هم شخصیت 159 هم، الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی رضا ابن موسی ابن جعفر الصادق و هو والد المنتظر رافضه. اگر چنین شخصیتی وجود می داشت ایج وقت امام ذهبی ایشون رو نسبت نمی داد به رافضه. و هو والد منتظر رافضه. ادامه کلیپ رو با هم می بینیم. بعد میگه هو والد المنتظر، والد منتظر رافضه. بسیار میگه که ایشان
توفی به سامراء، یعنی امام حسن عسکری. 8 ربیع الاول سال 260 29 سالش هم بود و دفن الی جانب والدهی کنار پدر بزرگوار و مادر بزرگش. حالا شاهد من این کلمه است، میگه امام عسکری که در سال 260 فوت شدن، اما ابنه محمد ابن الحسن، ببینید پسر امام عسکری که به نام محمد ابن الحسن است، الذي يدعوه الرافضه که رافضان شیعه ازش تعبیر میکنه، ازش تعبیر میکنه به قائم خلف حجه، میگه پسر امام عسکری، اینو نشان بدید، ولد سنت 58، میگه 2 سال قبل از شهادت یا رحلت امام عسکری پسر امام عسکری یعنی محمد دنیا آمد. بله. بعد میگه وقیل سن، بله سنت 56، بعد گفتن نه 4 سال قبل. خب عاش بعد ابیه سنتین، میگه بعد از پدر بزرگوار 2 سالم زنده بود. ثم عدم، یعنی چی؟ مخفی شد، مخفی شد، ناپدید شد. ولم یعلم کیف مات، میگه معلوم نیست که چجوری. خب ببینید این بحث دیگره، چجوری فوت شد، که اینا کجا رفتن، اینا بحثی نیست. ما چی میگیم؟ ما میگیم خودتون هم قبول دارید که فرزند امام، که امام عسکری فرزندی داشته است. بله. من سعی میکنم که در صفحه تلویزیون قبل از این که همون سفر رو من نشون بدم، همون سفر رو از خود همین مطلبی که ایشون داره میخونه خدمت عزیزان نشون بدم، که ببینید که چطور ادامه مطلب رو این آقا میاد و نمیخونه. دوستان عزیز اگر این قسمت رو متوجه بشن، این قسمت فنسأل الله ان یثبت علینا، این قسمت رو در ذهنتون داشته باشید که این آخوند رافضی این قسمت رو نمیخونه. حالا این قسمت رو ما از کتاب نشون میدیم. بعد از اینکه شخصیت 159 رو که حسن ابن علی ابن محمد یا امام حسن عسکری میاد نشون میده، بعد از اون میاد میگه که و هو والد المنتظر رافضه، ایشون پدر همون منتظر رافضه ای است که رافضه است که ادعا میکنن که ایشون امام زمان هست، و در اینجا شهر میده که پسرش، که پسر همین حسن عسکری که رافضه ادعا کرده، یدعوه رافضه، القائد رافضه، ایشون رو میخوانند یا ادعا میکنن که قائم الخلف الحجه است. در سال 58 به دنیا آمده، یاد میگن در سال 56 به دنیا آمده، تا ادامه این مطلب که ایشون این قسمت رو درست ترجمه کرد. اما چرا این مطلب زیری رو نمیخونه؟ و هم یدعون بقاه فی سرداب من 450 سنه، این یک مطلب. و انه صاحب الزمان، دیگه مطلب. و انه حی یعلم علم الاولین والآخرین، دیگه مطلب. و یعترفون ان احدا لم یره ابدا، اعتراف میکنن که کسی ایشون رو ندیده. در آخر چی میگه؟ فنسأل الله ان یثبت علینا عقولنا و ایماننا، از الله میخواهیم که عقل و ایمان ما را ثابت بداره. آقای طبسی با این ریش سفیدت خجالت نمیکشی که اینو تحریف میکنی، نمیخونی ادامشو؟ این مطلبی که نوشته فنسأل الله ان یثبت علینا عقولنا و ایماننا یعنی چی؟ ادامه این مطلب رو از کلیپ میبینیم که ایشون میگه بعد از پدر بزرگوار 2 سالم زنده بود. ثم عدم، یعنی چی؟ مخفی شد، مخفی شد، ناپدید شد. ولم یعلم کیف مات، میگه معلوم نیست که چجوری. خب ببینید این بحث دیگره، چجوری فوت شد، که اینا کجا رفتن، اینا بحثی نیست. ما چی میگیم؟ ما میگیم خودتون هم قبول دارید که فرزند امام، که امام عسکری فرزندی داشته است به نام محمد، و سال تولدش هم خودتون نقل میکنید. ما همین داریم، یک چیز دیگه ما نگفتیم. یک مورد دیگه من اگر خواهش بکنم در خدمتتون هستم حضرت استاد. بله، من یک موضوع یادم رفت که اینجا خدمتتون اشاره بکنم، چون اگر که ایشون ادعا میکرد طوری که ایشون ادعا میکنه آیت الله طبسی که امام ذهبی قبول داشته این شخصیت رو که محمد ابن الحسن العسکری به دنیا اومده، اینجا ببینید شخصیت 159
باید بعد از اون یک شخصیت دیگری اینجا می اومد و در مورد ایشون صحبت میکرد، در حالی که میبینیم شخصیت 160 حسن ابن علی ابن مهران است، شخصیت 161 حسن ابن مبارک هست و همینطور میره و ذکری از این امام زمان خیالی نمیکنه الا در کتاب دیگری که الان نشون میده آیت الله طبسی و ما هم انشالله با همین دروغ رو میبینیم. اینها را مراجعه کنن، خودشون مراجعه کنن و بدون مراجعه، نه یعنی یه حرفی را از رسانه های خودشون از ماوارها بزنن بعدشون بد میشه. یعنی کسانی که فرض کنید که به علم اینها به فضل اینها اعتقاد دارن وقتی که این حرفا را بشنن از آن میکنن که اصلا چیز اینها بلد نیستن، کتابی را ندیدن، یه چیزی برایشون گفت دیکته کردن. خب اینم کتاب سیار اعلام النبلا. من سه بله، این کتاب سیار اعلام نبلا که ایشون نشون داد، دقیقاً ما هم همون کتاب سیار اعلام نبلا رو آوردیم، از مؤسسه الرساله هست، چاپ جدیدش هست، البته این چاپ قدیمیه که ایشون نشون داد، این رو نتونستیم متاسفانه پیدا کنیم و الا من سعیم بر این بود که دقیقاً همون رنگ و همون چاپ رو برای شما عزیزان بیارم. ادامه کلیپ رو میبینیم. کتاب از کتاب هایی که از متعصبین اهل سنته، آقای ذهبی خیلی متعصبه. بله. خب این کتاب سیر اعلام النبلا مؤسس الرساله، بله، جلد 13. بله دقیقا ما هم همون مؤسسه الرساله رو آوردیم، مؤسسه الرساله و جلد 13 هم رو دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، دقیقا همون جلد است، فقط این طرح جلدش کمی متفاوت است. ادامه کلیپ رو میبینیم. امیدن نگاه کنید، ایشون هم وقتی که اسم در صفحه 119 المنتظر، خب میگه این منتظر کیه؟ دقیقا همون صفحه 119 رو ما خدمت شما عزیزان نشون میدیم، این صفحه 119 هست از این کتاب و شخصیت 60 که الان ایشون نشون میده از این کتاب، با هم ببینیم. نشان بدید. المنتظر میگه الشریف، همون کتاب همون صفحه 60 المنتظر الشریف، این کتابی است که سیر اعلام نبلا با هم میبینیم. محمد ابن الحسن العسکری، میگه منتظر محمد اسمشه، فرزند امام حسن عسکری، فرزند علی هادی، فرزند محمد جواد، همینجور میاره سلسله نسب را تا به علی ابن ابی طالب. خب ممکن همینی میگه، ما چیزی نگفتیم. بعد میگه که این آقا خاتمت الاثنی عشر سیدا، میگه دوازدهمین سید است، الذي تدعي الاماميه اسمتهم، این دیگه بحث دیگره، میگه امامیه شیعه میگن اینها معصوم هستن، یه بحث اسمت ائمه اسمت نبی بحث دیگر است، ما فعلا در راجع به این بحث کنیم، راجع به این بحث میکنیم، راجع به اصل ولادت امام زمان از کی؟ امام حضرت، بله، فرزند امام عسکری داریم بحث میکنیم. خب ولا اسمت، بعد میگه که محمد هذا هو الذي یزعمون انه الخلف. خب بالاخره قبول داری، میگه یزعمونه، دوستان عزیز نشون بدن، و محمد هذا هو الذي یزعمونه، ادعا میکنن، زعم میکنن، انه الخلف الحجه. ترجمه ایشون رو توجه بکنید که بالاخره قبول دارید، اینم شد ترجمه. میاد تصریح میکنه، دقت کنید، میگه که اما ابنه الحسن، فرزند امام هادی، خب اما محمد ابن الحسن، صفحه 121، میگه محمد فرزند حسن عسکری نقل ابن حزم ان الحسن مات من غیر عقب. خب دوستان عزیز، ایشون یک مرتبه پرید، دوستان نشون بدن، پرید از صفحه 120، پرید به صفحه 121 و به این مطلب، و اما محمد ابن الحسن هذا فنقل ابو محمد ابن حزم ان الحسن
مات عن غیر عقب. تا حالا که در صفحه 120 بود، چطور این آقا یهو پرید به صفحه 121؟ چون ادامه این مطلب جالب است. دوستان عزیز نشون بدید این ادامه مطلب رو. ایشون تا اینجا خوند، تا این قسمت. اگر یک بار دیگر به اصل کلیپ برگردیم. بالاخره قبول داری اسمت نبی، بحث دیگر است. ما فعلا راجع به این بحث کنیم، راجع به این بحث میکنیم، راجع به اصل ولادت امام زمان از کی؟ امام حضرت، بله، فرزند امام عسکری داریم بحث میکنیم. خب ولا اسمت، بعد میگه که محمد هذا هو الذي يزعمون انه الخلف. خب بالاخره قبول داری. تا همین قسمت خوند، هو الذي يزعمون انه خلف. ادامه این مطلب رو ایشون نمیخونه، برای تاکید بیشتر بازم میبینیم. باز یه میاد تصریح میکنه، دقت کنید، میگه که این در صفحه 121 است. الان منتقل شد به صفحه 121. ما ادامه مطلب رو در صفحه 120 میخونیم که این آخوند حیلگر مکار نخوند ادامه مطلب رو. ادامه مطلب اینه که میگه و انه صاحب الزمان، میگن ادعا میکنن که اون صاحب زمان است. و انه صاحب سرداب سامر را، ادعا میکنن که صاحب سرداب سامر را است. و انه حی لا یموت، زنده است و نمرده است. حتی یخرج فیملأ الارض عدلا و قسطا، تا اینکه بیاد و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. کما مل ظلما و جورا، مانندی که پر از ظلم و جور شده. اینجا مهم هست، این آخوند بی شرم بی حیا ادامه این مطلب رو که نظر امام ذهبی در مورد این نقل اعتقاد رافضه است رو میگه. فوددنا ذالک، ما هم این رو آرزو داریم، ای کاش اینطوری میشد. والله و هم فی انتظاره من 470 سنه، والله ما هم این آرزو رو داریم که ای کاش واقعا اینطوری میبود. اینا در انتظارش هستن از 470 سال. و من احالک على غائب لم ينصفک، و کسی که تو رو احاله بده، حواله بده به یک غائب، کسی که گم شده، با تو چیکار نکرده، انصاف نکرده. فکیف بمن احال على مستحیل، چطور کسی که تو رو حواله بده به یک مستحیل. آقای احمق نادان، خیلی من عذر میخوام از این کلمات، این شایسته هیچ انسانی نیست الا این آخوندا، که مستحیل رو ترجمه بکنید که یعنی چی؟ مستحیل چیزی که اصلا امکان نداشته باشه، چیزی که اصلا امکان نداشته باشه که وجود داشته باشه، در عربی بهش میگن مستحیل. فکیف بمن احال على مستحیل، چطور از کسی که تو رو حواله بده به یک چیزی که اصلا امکان نداره. والانصاف و عزیز، در این زمان انصاف کم یافت میشه. فنعوذ بالله من الجهل والهوى، به الله پناه میبریم از جهالت و از هوای نفس. آیت الله طوسی، من نمیدونم تو در کدوم مدرسه درس خوندی، پیش کدوم آیت الله این القاب رو به تو دادن، این دیپلوما رو به تو دادن که لقب آیت الله رو به جلوی اسم شما گذاشتن. این ذهبیه، میگه فنعوذ بالله من الجهل والهوى، ای کاش این کتاب ها رو که آورده بودید این مردانگی و شهامت رو می داشتید که مطالب رو کامل می خوندید. بعد میره به صفحه بعدی، صفحه 121. حالا ببینیم که در ادامه چیست. ما ابنه الحسن، فرزند امام هادی. خب اما محمد ابن الحسن، صفحه 121، میگه محمد فرزند حسن عسکری نقل ابن حزم ان الحسن مات من غیر عقب. میگه کیا گفته است که امام عسکری فرزند نداشتن، از دنیا رفتن. قال وثبت جمهور الرافضه على ان الحسن ان للحسن ابنان اخفاه وقيل والولد له بعد موته. میاد تفصیلات را نقل میکنه، بعد قضیه سرداب را میگه. اما خوب دقت کنید، ایشون میگه بله محمد فرزند حسن عسکری، همون است که ما میگیم. بله
اینجا باز یک خیانت دیگریشون مرتکب شد و ادامه مطلب رو نخوند. ادامه مطلب چیه؟ ایشون میگه که و امه اسمها نرجس، مادرش اسمت نرجسه یا سوسنه یا سقیله یا سیقله، و ادعت الحمل بعد سیدها، این کنیزک بعد از اینکه امام حسن عسکری فوت کرد ادعا کرد که حامل داره. فاوقف میراثه لذلك 7 سنین، 7 سال کامل میراثش رو نگه داشتن، تقسیم نکردن. شاید تو مذهب اینا بعد از 7 سال هم امکان داره که بچه به دنیا بیاد. و نازعها فی ذلک اخوه جعفر ابن علی، در این امر برادر امام حسن عسکری که جعفر ابن علی باشه ادعای میراث کرد، چون فرزندی نداره میراثش به من میرسه. فتعصب لها جماعتون، ادعی تعصب نشون دادن به این کنیزک، ادعی تعصب نشون دادن به امام، به جعفر ابن علی که بهش میگن جعفر کذاب، و له آخرین، دیگران به این جعفر تعصب نشون. ثم انتفش ذلك الحمل، ثم انفش ذلك الحمل، بعد از اون این حملی که به اصطلاح این حملی که در شکم این کنیزک بوده مثل لاستیک ماشینی که پنچر بشه، خلاصه پنچر شد و چیزی وجود نداشت و بطل و باطل شد. فاخذ میراث حسن اخوه جعفر، میراث امام حسن عسکری رو برادرش کی گرفت؟ جعفر. و اخونده که برادرش است. و کان موت حسن سنه 60 و 200، و مرگ امام حسن در سال 260. بعد از اون در مورد وزادت فنت رافضه بسقیل و بدعواها الى مشکلی که رافضه با این کنیزک پیدا کردن و دعوایی که در این مورد صورت گرفت، تا اینکه قضیه الى ان حبسها معتزد بعد نیف و 20 سنه من موت سیدها، بعد از این حالا سه معتصم این رو چند سال بعدش به زندان انداخت. و جعلت فی قصره الى ان ماتت فی دولت مقتدر، تا اینکه این کنیزک هم در دولت المقتدر از دنیا رفت. و یزعمون ان محمدا دخل سردابا فی بیت ابی، قضیه سرداب بعد از اون ذکر میشه که ایشون نیومد این رو نشون بده. و هم او تنظر الی، مادرش به ایشون نگاه میکرده. فلم یخرج الی ساعتی منه، تا این زمان خارج نشده. و کان ابن 9 سنین، 9 ساله بوده. و غیر دون ذلک، تا ادامه این مطلب، تا که ادعا میکنن که و انه حی. اینجا من جا داره این صفحه قبل رو تا آخر. و قال ابن خلکان و قیل بل دخل و له 17 سنه و فی سنت 75 و 200، و قیل بل فی سنت 65، در سال 65 یا در سال 275. و انه حیون، میگه که ادعا میکنن که این انسان زنده هست، این امام زمان زنده هست. اینجا این رو هدیه میکنم با اطلاع توسی و قزوینی. صفحه 122 میگه نعوذ بالله من زوال العقل، از اینکه انسان عقلش بره، عقلش بپره، به الله سبحانه و تعالی پناه میبریم. من پیشنهاد میکنم به دیوانخانه ایشون انداخته بشن، یا که دکتری بیاد ایشون رو معاینه بکنه که انشالله به قول امام ذهبی عقلشون دست نداده باشن. فلو فرضنا وقوه ذلك في سالف الدهر فمن الذي راه، اگر فرض کنیم که چنین اتفاقی در گذشته افتاده، کیشون رو دیده؟ و من الذي نعتمد عليه في اخباره بحياته، و به کی اعتماد کنیم که از زنده بودن او به ما اطلاع بده؟ و من الذي نسلنا على اسمته، کی نسی آورده در مورد اینکه ایشون اسمت داره؟ و انه يعلم كل شيء، و ایشون همه چیز رو میدونه. هذا هوس بين، این هوس آشکاری است. إن سلتناه على العقول زلت وتحيرت، اگر این هوس رو ما بر عقل‌های ما حاکم بکنیم، گمراه میشیم و حیران و سرگردان میگردیم، مثل این آقایون مراجع شیعه که شدن. بل جوزت كل باطل، بلکه هر باطلی رو جایز میدونیم. اعاذنا الله و ایاکم من الاحتجاج بالمحال والكذب، به الله پناه میبریم با شما بینندگان عزیز، من الاحتجاج، به چیزی که امکان نداره، امکان وجودش نیست، و الکذب، و چیزی که دروغ است. او رد الحق الصحیح کما هو دیدن الامامیه، یا اینکه حرف حق و صحیح رو رد بکنیم همان گونه که شیعیان امامیه این کارو میکنن. در ادامه میگه
و ممن قال ان الحسن العسکری لم يعقب محمد ابن جریر تبری و یحیی ابن ساعد، از جمله کسانی که گفته که حسن عسکری فرزندی نداشته، ابن جریر تبری بوده، یحیی ابن ساعد بوده و ناهی که به ما معرفتا و ثقه، و همین برای تو کافی است که ایشونو میشناسی و اعتماد داری. اینم در مورد این کتاب و این مطلبی که ایشون بیان کردن. بعد از این خزعبلات است، وجود این میذاریم که شما نگید که در ادامه چیزی حتما گفته و نذاشتید. متولد نشده باشد چجوری میتونه فرزند بله حسن عسکری باشد؟ و من اگر لازم باشد 50-60 مورد من میارم. مرحوم ابوی ما نباید 60-70 مورد را اشاره کردن. اگر لازم باشد من موارد متعددی را از این تعبیر که بگن محمد فرزند حسن عسکری نقل میکنم. اما بحث عصمت معصوم هستن یا نیست، یه بحث دیگره. این که امام زمان بعد از دنیا آمدن فوت شدن، غائب شدن، تو زیر زمین غائب شدن، یه بحث دیگره. بحث ما، ادعای ما این است که تو کتابای خودتونم نقل شده است که امام زمان، امام بن حضرت امام دوازدهم فرزند امام عسکری بوده و دنیا هم آمده است. و اینم نکنه خدمت شما نکته رو عرض کنم، ما نمیخوایم عقایدمون از این کتابا بگیریم، ما اینا رو میخوایم نقل کنیم اتمام حجت بر خودشون. بله، ولی عقاید ما از این طریق نیست، اینا بگن یا نگن، فقط ما اینا رو نقل میکنیم که برای عوام ناسشون مخفی نمیکنن. اینا چون متاسفانه اینا مخفی میکنن، درست، اینا حقایق رو نمیگن، هی سعی میکنن زود مسئله را پاک کنن. من اینا رو عبارات رو نقل کردم که ببینن بالاخره چیزی که ما میگیم تو کتابای خودشون هم هست. حالا اینا اعتراف داشته باشن به که ایشون مهدی هست یا مهدی نیست، یه بحث دیگر است. خیلی یه سریش هم میگن حضرت مهدی همون حضرت عیسی است، یه حرفی از خودشون نه. حالا حضرت عالی استاد اشاره فرمودید که حالا 50-60 موردی هم میتونید بفهمید. من عرض میکنم که العاقل و یکفی بالاشاره، اگر واقعا بله، دیگه خیلی ممنونم. میخوام بله، این کلا این مبحث کامل بود، بدین اینکه چیزی من ازشون حذف بکنم. البته چون وقت زیادی رم گرفت، حدود 21 دقیقه و نیم بودین قریب، من عذر میخوام از بینندگان عزیز. این مطلبی که در آخر اشاره کرد که گفت حالا ما نمیخوایم که اعتقادات خودمون رو از کتابهای اینا ثابت بکنیم، این یک کمی برای من جای سوال بود. این کلمه خیلی با خودم فکر کردم که چرا این حرف رو زد این آخوند مکار دروغگوی هیلگر. گفتم یک سری بزنم به کتابهای اینا ببینم که در مورد ولادت امام زمان خودشون چی گفتن، با هم صحیح ترین کتابشون رو، در کتابهای زیادی دارن در این مورد، من طبق اعتراف خودشون صحیح ترین کتابشون بعد از قرآن کتاب اصول کافی است. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این کتاب رو نشون بدن، این کتاب اصول کافی است، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، جلد 1 و 2، چاپ الامیره. در این کتاب ما رفتیم باب ولادت امام زمان رو از این کتاب پیدا کردیم، در صفحه 313 این کتاب اینجا هست، باب مولد صاحب علیه السلام. در این باب 31 روایت یا 31 حدیث ذکر شده. ما بارها در مورد احادیث شیعه صحبت کردیم، گفتیم که آقا بیاید این کتاباتون رو تصحیح و تضعیف بکنید، احادیث صحیح از احادیث ضعیفش رو جدا بکنید. این کار رو نمی کنن. واقعا یک لغزی بود، یک معمایی بود. من دیشب که داشتم این کتاب کافی رو مطالعه می کردم و اینو از مرآة العقول مجلسی که به اصطلاح تصحیح و تضعیف کرده این احادیث رو مراجعه می کردم، یک کشف عجیبی یعنی رخ داد. سبحان الله، در 31 روایتی که در این کتاب در باب مولود امام زمان در کتاب کافیشون، در صحیح ترین کتابشون بعد از قرآن ذکر کردن، شاید تعجب بکنید 5 روایتش صحیح هست، 5 تا حدیثش صحیح هست. از 31 روایت 26 تاش ضعیف است، مجهول است، عیب و ایراد داره، 5 تاش صحیح هست. از این 5 تا
یکیشم دلالت بر ولادت امام زمان نمی کنه. خیلی جالبه. برید این کتاب رو، من خواهش میکنم از آیات عظام عجج اسلام، اونایی که دنبال حق هستن میخوان از حق پیروی بکنن، برن باب مولود صاحب در کتاب اصول کافی رو ببینن که در این کتاب 31 حدیث در این باب وجود داره. از 31 حدیث 5 تاشو مجلسی تصحیح کرده، گفته صحیح هست، و این 5 تا مجلسی بر اساس علم این کارو نکرده، بر اساس قاعده علمی این کارو نکرده، بر اساس هوا و هوس این کارو کرده. بعد اونایی که تضعیف کرده خب راهی نداشته، راویانش آشکار بودن. سبحان الله، در صحیح ترین کتاب شما 31 حدیث در مورد ولادت امام زمان دارید، 5 تاش صحیح هست و این 5 تاش هیچ کدومش دلالت بر ولادت امام زمان نمی کنه. همه این 5 تا حدیث یا اکثرش دلالت بر علم غیب می کنه. فلانی فلان چیز فلان جا گذاشته بود، امام زمان پیغام داد که فلان چیز فلان جا هست. این حدیثی که تصحیح کرده باید در کتاب علم غیب می بود، نه در اینجا. منتها دیگه الله اومده نشون بده که مثلا ما چند تا حدیث سر هم کردیم. و برن محققین گرامی از کتاب مرآت العقول مجلسی این احادیث رو تصحیح و تضعیفش رو ببینن. حدیث اول، و طبق قاعده‌ای که خود کافی داشت، اولین حدیث در هر باب صحیح‌ترین حدیث هست در نزد علمای شیعه. ما در اینجا کتاب مرآت العقول رو داریم. دوستان اگر نشون بدن این کتاب رو، این کتاب مرآت العقول هست، فی شرح اخبار آل رسول، علامه شیخ الاسلام محمد باقر مجلسی. وقتی به این کتاب مراجعه می‌کنیم در مورد حدیث اول، در اینجا این باب مولود صاحب در اینجا حدیث اول رو بیان می‌کنه. حدیث اول رو میاره، میگه ضعیف علی المشهور. این که رفت، این حدیثشون ضعیف شد. میایم حدیث دوم. حدیث دوم که در این باب ذکر می‌کنه، علی ابن محمد تا آخرش که این روایت رو در اینجا ذکر کرده، این رو هم میایم در کتاب مرآت العقول حدیث دوم رو هم بررسی می‌کنیم. الحدیث ثانی مجهول. این حدیث دومش هم مجهول است. میایم حدیث سوم رو که در اینجا آورده، حدیث سوم رو با هم بررسی می‌کنیم. این از اصول کافی. میریم سراغ کتاب مرآت العقول، حدیث سوم. حدیث ثالث مجهول. میریم رو حدیث بعدی، در صفحه دیگری هست، حدیث چهارم. این حدیث چهارم است، 1361. میایم که جناب آقای مجلسی در مورد این حدیث چه می‌فرمایند. حدیث رابع صحیح. این حدیثشون حدیث صحیح است. حالا با هم میبینیم که در این حدیث چی اومده. از اول این حدیث تا آخرش که شما مطالعه بکنید، من چون وقت نیست همه این رو بخونم، هیچ اشاره‌ای به دنیا آمدن امام زمان نمی‌کنه. ثانیاً یکی از روات این حدیث که این ابا صدام هست، ابا صدام، این شخص هیچ ذکری ازش در کتب رجال شیعه نشده. بعضیا گفتن که امام زمانه، بعضیا گفتن وکلای امام زمانه، بعضیا حال جن بوده، پری بوده، از کجا آمده بوده، ما خبر نداریم. منتها ابا صدام ذکری ازش نشده. این هم حدیث صحیح اینا هست که در اینجا ذکری از به دنیا آمدن امام زمان نمیشه. میریم رو حدیث پنجم، حدیث 1362. ببینیم که آقای مجلسی در مورد این حدیث، البته اینو من نشون بدم از اینجا، که میگه که و ابو صدام به کسر صاد غیر مذکور فی رجال، در کتاب رجال شیعه ذکری ازش نشده. میریم رو حدیث پنجم. حدیث پنجم الحدیث الخامس مجهول. اینم رفت پی کارش. حدیث ششم در همین کتاب اصول کافی. میریم سراغ حدیث سادس، الحدیث سادس مجهول. نمیدونم که اینا رو از کجا پیدا می‌کردن این انسان‌های مجهول الهویه رو،
برای اینا حدیث روایت کنه. حدیث هفتم میریم که ببینیم حدیث هفتم چیه. الحدیث السابع مجهول، اینم مجهوله. حدیث هشتم در همین باب میریم سراغ آقای مجلسی که حدیث هشتم رو در موردش چی گفته. بله. این حدیث السابع اینم مجهوله. حدیث الثامن این حدیث هشتمه که اینجا الحدیث الثامن صحیح هست. حدیث هشتمو گفتن که صحیح هست. میریم که ببینیم در این حدیث چیه. در این حدیث علی ابن محمد قال اوصل رجل من اهل سواد، تا این روایت هم 400 و کان رجل فی یدی زیعه لوالد عمه فیها شرکن، هیچ ذکری از ولادت امام زمان در اینجا نشده بلکه اشاره شده به علم غیب. اینجا هم ذکری از ولادت امام زمان در این حدیث صحیح اینها نشده. میریم رو حدیث نهم، حدیث 1366، تا ببینیم در اینجا آقای مجلسی چه دستگلی به آب داده. این حدیث، این اصطلاح خیلی جالبه، دوستانی که با علم حدیث آشنایی دارن توجه داشته باشن. الحدیث التاسع مجهول کالصحیح، مجهول است مانند صحیح، یعنی یک انسان مجهول الهویه مانند یک انسانی است که وجود داره. این منطق تصحیح و تضعیف است. به این کاری نداریم. با وجود اینم در این روایت هم که حدیث نهم هست، قاسم ابن علا قال ولد علی بنین فکنت اکتب و اسأل الدعا فلا یکتب الی رهم بشی فماتوا كلهم فلما ولد لي حسن ابني كتبت اسال الدعاء فاجاب يبقى والحمد لله. در اینجا اشاره به علم غیب امام کرده، کسی بچه‌اش می‌مرده، یکی مونده، بعد برای امام براش نوشته که این زنده میمونه و خلاص، ذکری از ولادت امام نشده. اینم بعد در کتاب علم غیب اصول کافی می بود که فکر کنم که ایشون هم علمشون از علم آتراتبسی بیشتر نبوده، به خاطر این اشتباهی در اینجا گذاشته. حدیث دهم، حدیث 1367، در حدیث دهم در کتاب مرآت العقول مجلسی میگه الحدیث العاشر مجهول. حدیث 11م 1368، در مورد این حدیث مرآت العقول مجلسی میگه الحدیث 11 ضعیف، این حدیثشون که ضعیف از آب در اومد. حدیث 12م 1369 شمارش، این حدیث 12م از کتاب مرآت العقول مجهول. میریم به صفحه بعدی، حدیث 13م از این کتاب. حدیث 13م در موردش ثالث عشر، در اینجا مرآت العقول مجلسی میگه مجهول، این حدیث هم مجهول است. حدیث 14م، دوستان عزیز توجه کنن، این حدیث 14م. در مورد حدیث 14م ببینیم که آقای مجلسی چی گفته. الحدیث 14 مجهول. حدیث 15م، این حدیث که در این حدیث هم اشاره‌ای به ولادت امام زمان نشده، هیچ گونه اشارتی به، بلکه اشاره به علم غیب شده. این حدیث هم حدیثی است که در اینجا مجلسی در موردش میگه الحدیث الخامس عشر حسن کالصحیح، اینم که تصحیح کرده، ذکری از امام زمان ولادتش در این حدیث نمیشه. حدیث 16م 1373، در مورد حدیث 16م میایم ببینیم که ایشون چی گفته. حدیث 16 مجهول، این حدیثشون هم مجهوله. اینجا حدیث 17، حدیث 17م میایم ببینیم که در مورد حدیث 17م چی گفته. کالسابق، کالسابق یعنی مثل گذشته، گذشته چی بود؟ مجهول بود، اینجا مجهول است، اینم کالسابق، اینم مجهوله. میریم رو حدیث 18م، اینم حدیث 18م.
در مورد حدیث 18 الحدیث الثامن عشر در اینجا کسابق مانند گذشته، اینم مجهول. حدیث 19 میریم سراغ حدیث 19 متاسفانه کسابق. حدیث 20 این حدیث 20 است که در اینجا آورده. میریم که حدیث 20 چی گفته در موردش. حدیث 20 صحیح، این صحیح است. اما ببینیم که چرا صحیح است. علی ابن محمد قال حمل رجل من اهل آبت شیئا یوصله و نسی سیفا به آب فانفذ ما کان معه فكتب الیه ما خبر السیف الذي نسیته. در اینجا هیچ ذکری از ولادت امام زمان نشده، بلکه علم غیب امام زمان رو امرده در این حدیث میخواسته ثابت بکنه. میریم سراغ حدیث 21 که در مورد حدیث 21 چی میگه. حدیث 21 هم دوستان عزیز اینو نشون بدن، این حدیث 21 مجهول. حدیث 22 این حدیث 22 هست. در مورد حدیث 22 میگه کسابق، الحدیث الثانی والعشرون کسابق، یعنی مثل گذشته چیه؟ مجهوله. میریم سراغ حدیث 23 که در اینجا ذکر شده. در مورد حدیث 23 هم الحدیث الثالث والعشرون کسابق، سابق چی بود؟ مجهول بود. این حدیث هم مجهوله. میریم حدیث 24. در مورد حدیث 24 هم در مرآت العقول میگه این حدیث حدیث صحیح هست. حالا میایم در مورد متن این حدیث. اینم اشاره داره به علم غیب در مورد کسی که فرزندش خلاصه مرده بود و امام براش تعزیه فرستاده بود. جالب است بدانید که همین حدیث به شماره 1347 در صفحه 313 در همین کتاب اصول کافی مثل همین حدیث وجود داره. این حدیث رو مجلسی مجهول کرده، اینجا اینو تصحیح کرده. حالا نمیدونم که اینجا متن رو تصحیح کرده، اونجا روات رو چیز کرده. این برگردید به مرآت العقول تا ببینید که چه دست گلی باب داده. حدیث 25 در مورد حدیث 25 در اینجا چی میگه؟ کس صحیح، مانند صحیح هست. اصطلاحاتی که دیگه شاخ و دم داره به اصطلاح در علم حدیث رافضه. این حدیث هم مانند حدیث صحیح هست که در اینجا اشاره‌ای به ولادت امام زمان نیست، بلکه اشاره به علم غیب ایشون هست. حدیث 26 در مورد حدیث 26 حدیث 26 صحیح، این حدیث رو ایشون اومده تصحیح کرده. در این حدیث هم امام زمان از جای مالی که گم شده بوده ایشونو با خبر میکنه، اشاره به چیز نیست، به ولادت حضرتشون نیست. حدیث 27 وقتی میریم حدیث 27 رو نگاه میکنیم در اینجا چیه؟ مجهول. حدیث 28 حدیث 28 این حدیث رو سامن والعشرون کسابق، ببینید کسابق، اینم مجهوله. سابق چون مجهول بود، اینم مجهول هست. حدیث 29 التاسع والعشرون این حدیث، حدیث 29 هست که اینو تصحیح کرده. در اینجا حدیث 29 علی ابن محمد قال باع جعفر، این جعفر همون جعفر کذاب است، به اصطلاح عموی امام زمان، برادر امام حسن عسکری که بهش میگن جعفر کذاب، چون بعد از برادرش ادعای امامت کرده بود. در اینجا در مورد خرید و فروش است و هیچ اشاره‌ای به ولادت این موهوم خیالی نیست، اشاره به علم غیب. حدیث 30 بریم که در حدیث 30 چی میگه. الحدیث 30 مجهول، این حدیث هم مجهول است. میاییم رو حدیث 31 الحدیث 31
صحیح هست. این حدیث صحیح، دوستان اینجا توجه کنن، در این حدیث هم هیچ اشاره‌ای به ولادت امام زمان نشده، بلکه اشاره به این شده که گفتن که به بعضی از پیروانش امام زمان نامه نوشته یا بهشون خبر داده که مقابر قریش رو زیارت نکنن، زیرا که خلیفه امر کرده که هر کسی که اونجا رو بره زیارت بکنه فیقبض علیه، ایشون رو دستگیر میکنه. پیروانش فقط چیز کرده، از علم غیب آگاه کرده. اینجا دیگه این باب تمام میشه. 31 حدیث بود، باب ما جاء فی 12 و النص علیهم از اینجا شروع میشه. این باب که باب ولادت این موهوم خیالی، باب مولود صاحب زمان بود، این دروغ هست و هیچ نصی هم در این باب وجود نداره که دلالت بکنه بر ولادت ایشون. این بود که چرا من تعجب میکردم که این آقای توسی هی داره گیر میده به کتب اهل سنت، میخواد از کتب اهل سنت این مهدی خیالی خودشون رو ثابت بکنه. این در مورد این مهدی. خب به جای اینکه بیاید دنبال کتاب‌های ما بگردید، برید سراغ کتاب‌های خودتون و این روایت‌ها رو یک کمی بررسی بکنید تا اینطوری آبروتون نره. اما من فکر می‌کنم که به قول حضرت مولانای روم که آقای طبسی چیز رو دیده بود و چیز دیگر رو ندیده بود. ما یک سری میزنیم به، چون اشاره ای کرد در همون برنامه به سایت خودش، ما رفتیم سایت ایشون رو باز کردیم. در سایت در مورد حکومت امام زمان کتابی ایشون دارن. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر زحمت بکشن این کتاب رو نشون بدن. این کتاب ایشون هست، آخرالزمان، حکومت جهانی و حضرت مهدی. این کتاب اشاره ای داره به امام زمان و حکومت ایشون و کتاب های دیگری هم ما از جناب ایشون در کتابخونهشون در سایتشون پیدا کردیم که اشاره میکنه به بعضی از وقایعی که در مورد حکومت امام زمان و در آخر زمان رخ میده. دوستان عزیز این کتاب رو هم نشون بدن، چشماندازی به حکومت مهدی. نویسندم کیه؟ نجم الدین طبسی، همین آخوند مکار دروغگویی که ما کلیپش رو پخش کردیم. و در اینجا مطالب زیادی آورده در مورد قیام امام زمان، در مورد شیوه رفتار امام زمان با دشمن ها. ما همین باب رو خدمت شما عزیزان میخواییم نشون بدیم و تا که دوستان عزیز متوجه بشن که چرا اینا این همه سعی میکنن که امام زمان رو ربط بدن به اهل سنت و به کتب اهل سنت و میخوان بگن که بله این امام زمان ما همین مهدی هست که اهل سنت بهش اعتقاد داره. ما قبلا اگر یادتون باشه در همین برنامه آن روزه که ما گذری داشتیم به جنایات امام زمان در آخر الزمان. در این کتاب ایشون میاد گوشه ای از این جنایت ها رو بیان میکنه. زرارار از امام صادق پرسید آیا روش و سیاست حضرت قائم همانند روش پیامبر خواهد بود؟ امام فرمود هرگز، هرگز ای زراره. او سیاست پیامبر در برخورد با دشمنان را در پیش نمی گیرد. پیامبر با ملایمت و نرمی و مهربانی رفتار می کرد تا دلها را به دست آورد و مردم با آن حضرت الفت گیرند، ولی حضرت قائم سیاست قتل را در پیش می گیرد و طبق دستوری که دارد رفتار می کند و توبه کسی را نمی پذیرد، پس وای بر کسی که با او مخالفت کند. حسن ابن آرون میگه در محضر امام صادق بودم، معلا ابن خنیس از حضرت پرسید اینگامی که حضرت قائم زور کند برخلاف روش امیر مؤمنان علی علیه السلام در برخورد با مخالفان رفتار میکند، امام فرمود آری، علی ملایمت و نرمیش را در پیش گرفت چون میدانست پس از او دشمنان بر یاران و شیعیان چیرگی پیدا میکنند، ولی سیاست حضرت قائم قهر و غلبه و به اسارت گرفتن آنها، زیرا میداند که پس از او کسی بر شیعیان تسلط نخواهد یافت. اینجا روایت جز
در اینجا از امام رضا روایت میکند که انگامی که قائم و زور کند جز خون ریختن و کشتن دشمنان و عرق کردن در اثر جنگ و تلاش و خوابیدن بر زین اسبها به سبب پیکارهای فراوان نخواهد بود. مفضل میگه امام صادق یادی از حضرت قائم به میان آورد و من عرض کردم امیدوارم که برنامه حکومت ازد به آسانی برخوردار شود. ازد فرمود خیر، چنان نمیشد مگر آنکه سختی های بسیاری را ببیند. در اینجا ببینید علی علیه السلام فرمود برای من روا بود که فراریان را به قتل برسانم و زخمیان را بکشم، ولی دست به این کار نزدم، برای اینکه اگر شیعیان قیام کنند زخمیانشان را به قتل نرسانند، ولی برای حضرت قائم جایز و رواست و زمینه وجود دارد که فراریان را به قتل برساند و زخمیان را نابود گرداند. امام باقر می‌فرماید اگر مردم می‌دانستند که حضرت قائم چه برنامه‌ای دارد و چه کارهایی انجام می‌دهد، اکثر آنان آرزو می‌کردند که هرگز آن حضرت را نبینند، زیرا حضرت کشتار زیادی می‌کند و به یقین اولین کشتار را در قبیله قریش خواهد کرد، در قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس از قریش نخواهد گرفت جز شمشیر و به آنها نخواهد داد مگر شمشیر. حضرت مهدی کار را به جای می‌رساند که بسیاری از مردم می‌گویند این شخص از آل محمد نیست و اگر از اهل بیت پیامبر می بود رحم می کرد. نیز آن حضرت می فرماید حضرت مهدی با برنامه اینو سنتی جدید و قضاوتی تازه قیام می کند. بر عرب ها روزگار بسیار سختی خواهد بود و شایسته شأن و موقعیت او جز کشتن دشمنان نیست. اعدام می کنه، تبعید می کنه، لازم نیست که همه این روا قطر رو بخونم. دست و پا رو قطع میکنه، اون روایت هایی که من قبلا هم خونده بودم که دست و پا میبره و شکم زنان حامله رو پاره میکنه و از این مسائل. در مورد قوم عرب دشمنی که با اونا داره قبلا روایاتی رو نشون داده بودیم که اینجا این طاتوسی خودش اعتراف کرده. با اهل کتاب چه برخوردی میکنه در اینجا اشاره کرده و فرقه های باطل و منحرف با اونها چه برخوردی خواهد کرد، با مقدس نماها چیکار خواهد کرد و اینکه در اینجا روایتی میبینیم پیامبر در روزگاری مبعوث شد که مردم سنگ و چوب و بت‌های تراشیده شده را میپرستند، ولی قائم‌ها در روزگاری قیام میکند که با قرآن علیه حضرت احتجاج میکنند و آیات را علیه آن حضرت تأویل مینمایند. در اینجا روایتی است در مورد مخالفین. اینم هدیه میکنم به همه اهل سنتی که فریب اینها را خوردن. امام صادق میفرماید انگامی که حضرت قائم قیام کند همه ناسبیان و دشمنان اهل بیت را بر آن حضرت عرضه میکنند اگر به اسلام داخل این دوتا خط که همان ولایت اهل بیت است اقرار کردند آنان را رها میکنند و اگر نه به قتل میرسند یا آنان را به پرداخت جزیه همچنان که اهل ذمه میپردازند ملزم میکنند. در اینجا در مورد منافقین گفته، حالا منظورشون از منافقین کی از خودتون بهتر میدونید. در مورد شیطان، احیای سنت محمدی، که من مفصل این کتاب رو انشاءالله در برنامه بوتچکن نقد خواهم کرد. اینم نمونه ای از امام زمانی که همین آیت الله طبسی اومده در برنامه روزای جمعه در شبکه زلالت تبلیغ میکنه، مردم رو دعوت میکنه برای امام زمان و میخواد که این جنایتکار وحشی خونخوار رو از کتب اهل سنت ثابت بکنه، بگه بله اهل سنت مهدیشون با مهدی ما یکیه، علمای اهل سنت به ولادت این مهدی اعتراف دارن، در حالی که مهدی ما با مهدی اینها زمین تا آسمان فرق میکنه. کلیپی رو که دوست عزیزمون خواسته بودن در مورد همسر حضرت ابراهیم، دوستان عزیزمون در اتاق فرمان آماده دارن، این کلیپ رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله تماسای شما عزیزان را خواهم گرفت. در پناه حضرت حق باشید. گستاخی آخوند رافضی نسبت به ابراهیم علیه السلام و همسر گرامی ایشان. گفتی شما دیگه، ما جواب شما رو دادیم. طبق روایت صحیح بخاری حضرت ابراهیم ناموشو برای زنا فرستاد. ناموسشو برای زنا فرستاد. برای که جانشو نجات بده. در صحیح بخاری آمده. دلیلش رو میاره. بنده کاری ندارم، برای شما پیدا میکنم. بله ممنون. کذب ابراهیم در صحیح بخاری بزنید پیدا میشه. الان الان بلد پیدا. بله ممنون میشم. تو جامع الرسول اومد. نه حالا در خود صحیح بخاری هم هستش. حالا من صحیح بخاری برم. حالا من برش از صحیح بخاری برش بدم. من توی این فرصت از همه بینندگانی که الان پشت خط منتظر هستن عذرخواهی میکنم. بیا بیا بیا. انشاءالله بتونیم در چند دقیقه این بحث رو جمع خواهیم کرد.
بیا اینم اینجاست بخون. بله روایت در صحیح بخاری، ابراهیم جز سه دروغ نگفت، دو تاش برای خدا بود، اولیش که انی سقیم و دومی بل فعله و کبیرم هازا، اما سومیش برای حفظ جان خودش بود، برای خدا نبود دیگه. بین هو و ذات یوم و ساره، یه روزی با ساره با هم نشسته بودن. از اولش خونیم دیگه، لم یکذب ابراهیم الا ثلاثا، ابراهیم جز سه بار دروغ نگفته. نبی هریره دو تاش برای خدا بود. خب دو تاش برای خدا بود، یعنی چی؟ یعنی سومی برای خدا نبود. روزی که او با ساره با هم نشسته بودن، یکی از سرکشان اومد گفت اینجا، به او گفته شد که این یک زنی، یک مردی در اینجاست که باهاش یک زنی است که بسیار خوش سیماست. فارسل الیه، فرستاد پیش ابراهیم. فسأله و هنا، همچی زنی داری؟ فقال من هذه، گفت این کیه؟ قال اختی، گفت خواهرمه. بجنگ میگه زنمه، گفت خواهرمه. اومد پیش ساره، بعد ابراهیم اومد پیش ساره، فقال یا ساره لیس علی وجه الارض مؤمن غیر و غیرک، در زمین جز من و تو مؤمنی نیست. این از من سوال پرسه، من گفتم تو خواهرمی، یه وقت دروغ نگی ها. چرا؟ چون اگه میگو بگی من شوهرمه، به عنوان اینکه یه زن شوهر داره شوهرتو میکشن. منو تکذیب نکن. فارسل الیا، فرستاد پیشش. فلما دخل علی ذهب لیتناولها بیده، ابراهیم زنشو فرستاد پیش کی؟ جبار من الجبابره، به خاطر حفظ جان خودش. این شخص شده پیغمبر اولوالعزم پیش شما. شما نهی برای ما اشکال بگید. این از کجا معلومه که برای زن؟ این کجاش نوشته که برای زن فرستاده؟ فرستاده زن داره، زنشو فرستاده میشه جبار دل جبابره، به اون گفته این خواهر منه، و بعدش هم اون شخص دست درازی به این کرده. دست درازی کرده دیگه، یا تناول ها بیاد، یا وقت شما بخواهی به دست زنی دست درازی چکار میکنی باشه؟ شما اینم در بیار. چهار جای صحیح بخاری اومده. جان این روایت چهار جای صحیح بخاری اومده. این کجای این روایت اومده که برای زنا ترساله؟ برای چی میخواسته اون؟ اون جبار اصلا چیکار داشته به خاطر بذاره سر تاخچه نگاهش کنه؟ خب این بوده دیگه. برای چه کاری شما بفرمایید؟ زن زیبارو رو میخواد و شوهرش هم میخواد، اگه بفهمه شوهر داره میخواد بگوشدش. بعدش هم یتناول ها بیاده، برای چی میخواسته؟ شما بگید. شما بفرمایید برای چی میخواسته؟ می‌خواد شناسایی براش صادر کنه؟ آقای بخاری این کارو کرده؟ بعد یه چیزی برای شما حجته. این مسئله بماند. خب این چرا بماند؟ نه بماند. از صحیح بخاریه، از صحیح کتب در نزد شماست. شما که میگین الان حضرت علی خلافت سر جانب خدا ثابت شده. جناب حجت الاسلام، کسی که خانه‌اش از شیشه است به سوی خانه مردم سنگ پرتاب نمی کند. آیا خزعبلات و توهین هایی را که نسبت به انبیا و ائمه علیهم السلام در صحیح ترین کتاب هایتان است فراموش نموده اید؟ اولا همانند این روایت در صحیح ترین کتابتان موجود است. کلینی در الکافی جلد 8 صفحه 775 الی 777، شماره روایت 12528، و مجلسی در بهار الانوار جلد 12 صفحه 45 الی 47 از ابو عبدالله جعفر صادق رحمه الله قصه هجرت ابراهیم علیه السلام با ساره علیه السلام را روایت می کند و سفر آنان به مصر و احضار ایشان نزد پادشاه مصر را بیان کرده و می گوید فلما را سارته لم یملک حلمه سفهه ان مد یده الیها فاعرض ابراهیم علیه السلام بوجهه عنها و عنه غیرتن منه. هنگامی که نگاه پادشاه به ساره افتاد، حماقتش بر حلمش غالب شد و دست خود را به سوی ساره دراز کرد. پس ابراهیم علیه السلام از روی غیرت روی خود را از همسر خیش و از پادشاه برگردانید. ثانیاً ابراهیم علیه السلام یک پیامبر اولوالعزم بود و هر کار ایشان طبق دستور و وحی الهی بود و خالی از حکمت نبوده. ابراهیم علیه السلام به این کار خود برای پادشاه و مردم مصر ثابت نمود که او و همسرش افراد عادی نیستند، بلکه ایشان فرستاده الله متعال است که با معجزات الهی تایید شده است. و در ادامه روایت بخاری و همچنین کافی به معجزه‌ای که در این ماجرا اتفاق افتاده اشاره می‌گردد که پادشاه بعد از این که چندین بار به حالت خفگی افتاد و دستش فلج شد، به اشتباه خود پی برد و از ابراهیم علیه السلام و همسرش معذرت خواهی نمود و هاجر علیه السلام را که کنیزی بود به ساره علیه السلام هدیه داد. اگر این اتفاق صورت نمی گرفت، خبری از هاجر و پسرش اسماعیل علیه السلام نبود
که از نسل ایشان پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم متولد گردد. حال جناب حجت الاسلام، آیا در روایتی که شیعه و سنی بر صحت آن اتفاق نظر دارند، این گونه پیامبر بزرگوار الله متعال را با بی ادبی مورد خطاب قرار دادن، توهین نمودن به ابراهیم علیه السلام نیست؟ و آیا این گونه تعبیرات و خطابها را نسبت به خانواده خود میپذیرید که با این گستاخی اهل بیت ابراهیم علیه السلام را خطاب میکنید؟ و اگر بگویید روایت بخاری دروغ است، جواب روایت کافی را چه میدهید؟ و اگر بگویید هر دو روایت دروغ است، پس چرا به روایتی دروغین استناد میکنید؟ بینندگان گرامی، این آخوند برای اثبات عقاید باطل خیش حاضر است به پیامبران الهی نیز اهانت کند و مانند استاد دروغگویش تلبیس نموده و قسمتی از روایت کتاب صحیح بخاری که در کتاب کافی نیز ذکر شده است را بیان می کند، اما قسمت آخر حدیث که در آن ذکر نجات ساره علیه السلام و ظاهر شدن معجزه الهی است را بیان نمی دارد. وقتی ساره نزد پادشاه رفت، پادشاه خواست ایشان را لمس کند که دستش شل شد. پادشاه گفت برایم دعا کن، در این صورت به تو ضرری نمی رسانم. و ساره دعا نمود، سپس پادشاه دستش خوب شد. پادشاه دوباره سعی کرد به ساره نزدیک شود که این بار هم مثل دفعه قبل دستش شل شد، بلکه این بار با شدت بیشتری گرفته شد. پادشاه گفت دعا کن به تو ضرری نمی رسانم. پس ساره دعا نمود، دست پادشاه خوب شد. سپس حاکم بعضی از خدمتکارانش را صدا زد و به آنها گفت شما برای من انسان نیاورده اید، بلکه این یک شیطان است. سپس هاجر را به خدمت او گماشت. بعد از آن که ساره نزد ابراهیم علیه السلام برگشت، ایشان را در حال نماز خواندن دید. ابراهیم علیه السلام با دست به ایشان اشاره نمود که بایست. ساره گفت خداوند مکر و حیله کافر یا فاجر را به خودش برگرداند و هاجر را به خدمت ما گمارد. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. من جا داره فقط یک کلیپ دیگه هم اینجا نشون بدم که آقا ابوالفضل عزیز از بوکان حتما منتظر هستن که دروغ جدید این شاگرد دروغگو رو ببینن که میخواست دروغ استادش رو بپوشانه. قضیه الکیا طبری و دروغ آیت الله قزوینی رو به یاد دارید که حرفی رو که امام قرطبی رحمت الله علیه از شخصی به نام الکیا طبری بیان میکنه در کتابش و رد میکنه رو نسبت داد به امام قرطبی. ما هیچ کاری به این نداریم که عقیده امام قرطبی چیه، عقیده الکیا طبری چیه. فقط منظور ما این است که مطلبی رو که الکیا طبری نقل کرده، امام قرطبی نقل کرده از الکیا طبری، چرا ایشون میاد این مطلب رو نسبت میده به امام قرطبی. این موضوع خیلی سر صدا کرد و هی تلفن های رد و بدل شد که تا آخر قزوینی مجبور شد که از آقا ابوالفضل فرار بکنه و دیگه ایشون رو تماسشون رو وصل نمیکنه تو برنامه قزوینی. و این دفعه این شاگرد این آیت الله دروغگو اومده و این مطلب رو میخواد یک رو ماسمالی کنه و دفاع بکنه از استادش. با همین کلیپ رو میبینیم. مال قزوینی رو انتخاب میکنم، مشکلی نیست. بفرمایید سوالی که بله، همون تفسیر امام قرطبی بود، جلد 6 صفحه 221 که ایشون گفتن امام قرطبی این حدیث رو گفتن و از کسی نقل نکردن. آیا فهمید؟ من هیچ وقت با شبکه های دیگه تماس نمیگرفتم، از همیشه هم خودتون میدونید من بیننده فراباغور تو شبکه شما بودم، همه حرفا شما رو میشنیدم. به هیچ کسی توهین نکردم. خب ولی اون شبی که آقای قزوینی حرف زدن، بعد باشون تماس گرفتم و تماس منو قطع کردن، گل دادن به من جواب دادن. ببینید نفهمید تماس رو قطع کردن، اول فصل قرار بشه تماس قطع بشه، ما الان اصلا شما رو روی خط نمی آوردیم. سوال رو میخواید بفرمایید. آقای قرطبی یک مطلبی رو آیت الله قزوینی فرمودن، نظر آقای قرطبی راجع به اون آیه این نبوده؟ گفتن ایشون نظر آقای قرطبی اینطوری بوده، در حالی که همون چیزی که آوردن رو صفحه از یه شخص دیگری نقل شده. خواستگاه رو میخواید بگیرید؟ اون که شما میگید چیه؟ من بیارم برای شما تا مشخص بشه
آقای قرطبی چی رو گفته و کدوم حرف خودش هست کدوم حرف خودش نیست. بفرمایید عبارتتون رو تا استاد ابوالقاسم. شما بحث سر این بود که در کتاب تفسیر قرطبی آمده است که ما به اصطلاح داریم که زکات بر صدقه مستحب هم اطلاق می شود. درسته؟ زیلای ولایت. اتاق فرمان لطف کنن تصویر رو. قال الکیا الطبری و هذا يدل على ان العمل القليل لا يبطل بالصلاه فان التصدق. این آخوند بی سواد اینو نمیتونه حتی الفاظ عربی رو درست بخونه. لا يبطل بالصلاه نیست، لا يبطل الصلاه هست. یک کمی باید دقت بکنن، بیشتر یاد بگیرن نصوص عربی رو خوندنش. قبل خاتم فی الرکوع عمل جاء به الصلاه ولم تبطل به الصلاه. درسته؟ بله درسته. و قوله، این و قوله حرف کیای طبریه یا حرف خود آقای قرطبیه؟ اون قال الکیا طبری حرف آقای طبری نیست. اصلا از اینجا شروع میشه. یدل علی ان صدقه التطوع تسمى زکاتا. بعد از آیه تفسیرش مفصل. اصلا اون حرفی که آقای قرطبی زدن بعد از اینجاست. قبل مربوط به قبلش نمیشه. این و قوله حرف قرطبی یا حرف کیای طبریه؟ اجازه بدید و قوله یعنی همون قول آقای الکیا طبری میشه. یعنی و قوله تعالی یعنی کلام خداوند و یوتون در زکات و امراکون. از اینجا دوباره حرف خود آقای قرطبی شروع میشه. خب دقت بفرمایید بینندگان عزیز، میگه بعد از این حرف آقای قرطبی شروع میشه. یک کمی من اینو به عقب برگردونم، دوباره توجه بفرمایید. و قوله یعنی همون قول آقای الکیا طبری میشه. یعنی و قوله تعالی یعنی کلام خداوند و یوتون در زکات و امراکون. از اینجا دوباره حرف خود آقای قرطبی شروع میشه. شاهد واضحش هم ذیل آیه و ما آتیتم من زکاتنه، که من همین الان میرم تفسیر قرطبی. آقا الفاظ اجازه بدید صبر کن شما همینجا. بله اینجا خواست فریب بده بیننده رو، فرار کرد از این صفحه، صفحه بد رو نشون نداد و اینجا یک تلبیس و خیانت دیگری هم انجام داد. گفت که و قوله از بعد از این آیه از حرف خود قرطبیه. ما مجبور شدیم که این تفسیر رو بیاریم. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف بکنن تصویر این کتاب رو نشون بدن. این کتاب جامع احکام القرآن هست از ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن ابی بکر قرطبی، جزء سامن جلد هشتم، مؤسسه الرساله هم اینو چاپ کرده. اینم کتاب. میریم به این مطلب که در این صفحه اومده، در صفحه 55 هست در این چاپی که ما داریم. این مطلب اینطوری شروع میشه از اینجا. قال الکیا الطبری و هذا يدل على ان العمل القليل لا يبطل الصلاه فان التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاه ولم تبطل به الصلاه. بله و ادامه هم ادامه حرف الکیا طبری است. این آخوند مکار دروغگو که تلبیس و خیانت را از استادش به ارث برده میگه که این بعد از این آیه قول کیه؟ قول امام قرطبیه. نخیر، دروغ نگید، فریب ندید. من امیدوارم که این جرأت و مردانگی و شهامت رو داشته باشه ابوالقاسمی و این کنارش که نشسته مثل میمون میخنده که این رو نشون بدن هفته آینده، بگن که بله ما اشتباه کردیم، این حرف الکیا طبری است. من یقین دارم که این جرأت و شهامت و مردانگی رو ندارن. در ادامه چی میگه؟ و قوله و یوتون الزکات و هم راکعون یدلو ان صدقت التطوعی تسمى زکات. این دلالت بر این میکنه که این آیه که صدقه تطوع زکات گفته میشه. فا این علی انتصدق به خاتمه تطوعا فی الرکوع، که علی در حالتی که رکوع بوده انگشترشو داده. و هو نظیر قوله تعالی و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله تا آخرش وقد انتظم الفرض والنفل فصار اسم الزكاه شاملا للفرض والنفل كاسم الصدقه وكاسم الصلاه وينتظم الامرين. در اینجا اشاره میکنه به پاورقی. در اینجا از این قسمت، دوستان عزیز از این قسمت قال الکیا طبری از اینجا شروع میشه
تا این قسمت کلن حرف الکیا طبری است که در اینجا شماره 4 داده. در پاورقی که بریم نگاه بکنیم در اینجا آدرس میده که احکام القرآن للکیا جلد 3 صفحه 84 در این جا ذکر شده. و ما میریم برای اینکه دروغگویی و جهالت و حماقت این آخوند رو ثابت بکنیم سری میزنیم به نرم افزار مکتبة شامله تا ببینیم که این چون این تفسیر رو ما نداریم، تفسیر الکیا طبری رو، این تفسیر رو میریم از نرم افزار خدمت شما عزیزان نشون میدیم. دقیقاً همین حرف رو ببینید، این تفسیر احکام القرآن للکیاس، این شناسنامه کتاب احکام القرآن، مؤلف علی ابن محمد ابن علی ابو الحسن طبری الملقب به عماد الدین المعروف بالکیا الحراسی، که همون الکیا طبری میگن چون اسم خانوادگیش طبری بوده، از شافعی، در سال 504 هم از دنیا رفته، دارالکتب العلمیه بیروت هم اینو چاپ کرده. این شناسنامه کتاب در اینجا دقیقا همون حرفی رو که از اینجا يدل على ان العمل القليل لا يبطل الصلاه فان التصرف بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاه ولا يبطل الصلاه وهذا يدل على ان العمل القليل. دوستان عزیز اگر نشون بدن کتاب رو اینجا، قال الکیا طبری دقیقاً وهذا يدل على ان العمل القليل. تا این قسمت وقوله يؤتون الزكاة وهم راكعون يدل أيضا على أن صدقة التطوع تسمى الزكاة، فإن عليا تصدق بخاتم تطوعا في الركوع وهو نظير قول الله تعالى. گفت در اینجا که این مطلب بعد از این آیه حرف کیه؟ حرف امام قرطبیه، در حالی که این در کتاب احکام القرآن الکیا طبری آورده. و در اینجا دوستان عزیز اگر نشون بدن وقوله يؤتون الزكاة وهم راكعون يدل أن صدقة التطوع تسمى الزكاة، این حرف حرف کیه؟ الکیا طبری است. تا که این آیه رو میاره تا ینتظم الامرین، تا این قسمت اینجا ببینید دوستان عزیز ینتظم الامرین که 4 اینجا پاورقی داده، در اینجا که 4 رو نگاه بکنیم احکام القرآن الکیا، در اینجا احکام القرآن الکیا جلد 3 صفحه 84 اینجا دوستان عزیز اگه در نرسان نگاه کنن جلد 3 صفحه 84 این مطلب اومده. و من تعجب میکنم که اینا با چه وقاحتی و با چه خباستی میان دروغ میگن. همون داستان مولانا رو هم به آقای ابوالقاسمی تذکر میدم که شما چیزو دیده بودی و اینو ندیده بودی از الکیا طبری رو. به هر صورت دوستان عزیز شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه، در دقایقی که داریم تا پایان برنامه من دوست دارم صدای گرم عزیزان رو بشنوم. خواهشن مطالبی که بینندگان عزیز بیان میکنن در رابطه با دو موضوعی باشه که ما بیان کردیم، قضیه دروغ آخوندهای شیعه از کتب اهل سنت، یا در مورد باب مولود صاحب الزمان اگر دوست دارن مطلبی رو بیان بکنن، و یا در مورد دروغ الکیا طبری که اینا نسبت دادن به امام قرطبی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. در کتاب افتاد آقای ابن مالک، آقای هزار چهره، شما در این شبکه حق ندارید صحبت بکنید الا که بیایی از اون توهینی که به اصحاب پیامبر، به اصحاب سقیفه کردی، معذرت بخوایی، توبه بکنی، بعد از اون من بهت حق میدم که صحبت بکنی. انسان‌های ذلیلی مثل شما که به اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احترام نداشته باشن در این شبکه جایی ندارن. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده عزیز. سلامت باشید. وقتتون بخیر. سلامت باشید. لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از ایران زنگ میزنم. اسمتون؟ قاسمی هستم از ایران. آقای قاسمی از ایران، بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری.
بفرمایید. من خواستم اسمی خواهش کنم. قاسمی هستم از ایران. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید آقای قاسمی عزیز، از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. آقای انصاری جان بفرمایید. میگم اینا که شما میفرمان همهشون خائنن و دروغگو و شبکه ولایت، شما تو مردانگی داری یه مصاحبه وای نابو کنی، یه مناظره وای نابو کنی. عزیزم آقای قاسمی، ما بیش از 300 تا کلیپ از اینا پخش کردیم، خب یکیشو بیان جواب بدن. اینا بارها دیدید میرن سراغ شبکه ها، کلیپ میگیرن، تلبیس میکنن، خیانت میکنن، جواب میدن. خب بله بفرمایید. جان لطفاً قطع نکن، 2 دقیقه تا صحبت، 2 دقیقه. 1 دقیقه چون وقت نیست برادر عزیز. صحبت نمیکنم، فقط جان لطفاً قطع نکن. این توهینایی که شما داری نمیکنی. بله. الو. بله بله صداتون داره پخش میشه. آقای انصاری جان بینند یک کلمه بگو، فقط کی پردکون بگو فلان ساعت من با شما مناظره میکنم. عزیزم هفته آینده، عزیزم هفته آینده برنامه آن روی سکه شماره اختصاصی برای شبکه ولایت 1 دروغ از قزوینی پخش میکنیم، بیان جواب بدن. شما هم وکیل ما بهشون اطلاع بدید. فهم میشه زده یه بعد بگو فلان ساعت مناظره میکنم. هفته آینده شماره خاص برای آیت الله قزوینی تا بیاد یکی از دروغاشو جواب بده. خوبه، ما هفته آینده شماره ویژه میذاریم. دوست عزیزمون آقا احمد عزیز، خودت مناظره میکنی؟ من خودم مناظره میکنم، یک کلیپشو پخش میکنم جواب بده، اصلا با من حرف نزنه، من یک کلیپ از دروغای ایشونو پخش میکنم، ایشون بیاد جواب بده. تموم. الو، تشکر میکنم از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه، صدای تلویزیونتون رو خواهشاً ببندید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ علی هستم، از کرمانشاه مزاحمتون میشم. آقا علی از کرمانشاه، بفرمایید برادر عزیز. عرض کنم خدمتتون خداوکیلی انصاری، شما بیشتر شبیه میمون هستین تا این مجری شبکه ولایت. تشکر میکنم از شما. در مورد این دروغ هایی که گفتن نظر شما چیه؟ عزیزم در مورد شما به جایی که بیای در مورد من صحبت بکنی، این شجاعت و مردانگی رو به عنوان یک شیعه داشته باش که این دروغی رو که اینا گفته بیا جواب بده. این که حرفی نداره، ایشون دروغ میگه میخنده، کسی که بخنده، مثلا همین علی شریفی رو شما مناظره شو دیدید در شبکه کلمه، فقط میخندید، طول مناظره میخندید. اینا فقط میخوان با همین لبخندها، با همین وقاحت مردم رو فریب بدن. شما اگر مردانگی داری، جرأت داری، همین دروغی رو که ایشون گفته پاسخ بده، بگو که نه ایشون درست گفته، دلیلت هم بگو. خب دلیلش اینه دیگه، میگم شما متاسف، این عقل و منطق رافضه است. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ می‌خواستم با جناب آقای انصاری صحبت کنم. اول خودتون رو معرفی کنید. من حسین هستم. از کجا؟ ایران. از کجا ایران؟ زنجان. از زنجان. بفرمایید. با آقای انصاری می‌خواستم صحبت کنم. صدای شما داره پخش میشه، شما در استودیو دارید با من صحبت می‌کنید، بفرمایید. آقای انصاری باشین، چرا این عمر و در مورد دروغ‌های آخونداتون صحبت بکنید، کاری به ستارگان آسمان پیامبر نداشته باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. اینا ناراحتن از اینکه 31 حدیثی که در اصول کافی صحیح‌ترین کتاباشون دارن در مورد امام زمان همش دروغه و مجهوله و صحیحش هم در مورد ولادت امام زمان نیست، در مورد علم غیبه، از این ناراحتن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد عزیز، خدا قوت. سلام بفرمایید برادر عزیز گرامی. استاد عزیز در رابطه با کلی سوالی که پخش کردی واقعا من تعجب میکنم از این آیت الله طالبی که سرمایه هم
خوب چیزیه که اگر داشتنی بود واقعا ما نگاه میکردیم. اون مدیری هم میگفت که هر عکس آقلی یک اشاره کافیه. درست میگفت. برای ما فاسد بود که همه آخوند و توسط غربه میدونستیم دروغ میگه. ولی امسر افتضاح شد. با توجه به این امام زمانی که این آقا میگه روایت مطرح میشه که امام زمان نه پیرو رسول الله است نه پیرو حضرت علی است، بتونه صد درصد همون دجال دیگه. بله دجال که پیرو هیچ کدوم از اینا نیست و پیرو حضرت رسول هم نیست. بله. در رابطه با این آخوند دومی ابوالقاسمی که میآمد تبلیغ قطع برید میکرد، روایت ها رو میآمد نشون نمیداد، اینو فکر میکنند همه مردم بینندگان مثل روافض نادانند، ولی نمیدونن شبکه وسائل عقل آماده هست تا این دروغ ها و تدریس ها رو افشا بکنه و برای همین بینندگان مشخص بشه که اینها واقعا دروغ میگن. با توجه به این کارهایی که شبکه وسائل عقل و استاد گرامی انجام میده، همه بینندگان واقعا برایشان روشن شده که این روافض به جز دروغ چیزی دیگه ندارن، چون روافض نادان گمراه بدخواب ندارد از خدا و رسول هیچ شر، گوید دروغ و فوش لعن ندارد رم، دائما گریه و زاری می کند و اخ. مذهب رافضی بنیان شده بر وهم، همیشه خوابیده در افسانه و توهم. مذهب رافضی در جار هست بدنام، ندارد در اسلام جایی هست گمنام. خوراکش لعن و نفرین در نهار و شام، جنایتش هست بسیار در سرزمین شام. بیچاره رافض در خرافات افتاده به دام، دارد دشمنی با اصحاب و ازواج مدام. خوشحال از این که در روز قیامت هست به جهنم، مغرور از این که با ابو جهل هست همدم. تا در جهان جنگ نباشد روافض نشود آرام، با تبرزه کشتار روافض میشود آرام. روافض 30 سال نداشته حریف گفته شیرم، تا آمد از شبهگاه تویدی گوید روباهم. تا کسی نباشد برای مناظره گوید آماده هم، در کسی اعلام آمدگی کند گوید وامانده هم. چون پرسی دلیل از روافض، گوید عاجزم، چون ندارد استدلال گوید غافلم. رافضی گوید دروغ و تهمت، رافضی گوید در دروغ گویی و تهمت اولم، گوید در صداقت راستی از همه آخرم. رافضی پرسی چرا بعد گویی، گوید معذورم، چون گرفتم پول که آخوند چینی مزدورم. رافضی که کفار به کفار گوید من دشمن اسلامم، وقتی با مسلمانان شود گوید من مسلمانم. این بود مثال منافقین به صدر اسلام، این روافض هستند دشمن اسلام. با تشکر از تشکر از شما برادر عزیز، الله متعال حفظتون کنه، زنده باشید، زنده باشید، تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید، لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ حسن هستم، از تهران زنگ میزنم. آقای انصاری. آقا حسن از تهران، بفرمایید. بیننده گرامی، خدا کنه که شما با ادب صحبت بکنید. حال شما خوب آقای انصاری؟ سلامت باشید. آقای انصاری بفرمایید. من خودم یه شیعه هستم آقای انصاری. میگن آن چی که عیان است چه حاجت به بیان است. درست. دست شما درد نکنه آقای انصاری، واقعا دروغایی که اینا گفتن برای ما واضح هست. الحمدلله، الحمدلله. آقای انصاری من قبلا هم زنگ زده بودم. درست. برنامه تونو دوست دارم. سلامت باشید. خودتون هم دوست دارم آقای انصاری. الله متعال شما رو دوست بداره و سعادت داره. من خودم شیعه هستم آقای انصاری. درست. اولا میخوام بگم اینایی که زنگ زدن قبل این توهین کردن، اینا خودشون فرزندان همینا هستن. درست. پای منبر همینا نشستن. درست. 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 کاملا درست میفرمایید. آقای انصاری. آقا حسن عزیز، به خدا قسم اگر شما شیعه هستید، من افتخار میکنم منم مثل شما شیعه علی باشم. یعنی علی دروغ نمی گفت، علی تلبیس نمی کرد، علی توهین نمی کرد، اما این مذهبی که اینا دارن به خدا قسم مذهب علی نیست. آقای انصاری جان، اینا به ظاهر علی رو دوست دارن. درست.
اینا مردم رو فریب میدن. درست. آخه حکومت علی این بود. درست. الله متعال آقا حسن شما رو حفظ بکنه و سعادت داره این نصیبتون کنه برادر عزیز. قربان شما آقا انصاری. من سلام. خیلی شما رو دوست دارم. برنامه تون رو دوست دارم. سلامت باشید. متاسفانه هفته پیشم زنگ زدم. من نتونستم با شما تماس بگیرم. الله متعال حفظتون کنه. سه ماهیه که من برنامه شما رو میبینم. درست. واقعا آقای انصاری از ته دل تا الان خانومم هم بغل دست من نشسته تا ساعت الان ایران ساعت 12:10 است بیدار هستیم و برنامه شما رو نگاه میکنیم آقا انصاری. الله متعال حفظتون کنه. آقا حسن عزیز دیر وقت شبم هست، من در خیلی کوتاه اگر لطف کنید که سبب این تحول در شما چی بود؟ چطور شد که این تحول در شما رخ داد؟ آقای انصاری خدمت شما عرض کنم که والا خودمون خوب میبینیم، ما وقتی مرجع تقلید ما خوب میبینیم که من خودم تو این تهران توی یکی از همسادگان خودمون یه شیخی هست با ماشینای آخرین سیستم میاد، خدمت شما عرض شود که همسادمون هست. درست. خدا وکیلی تا 2 شب 3 شب شیخه میبینن رفتم حتی سمت میدون امام حسین میره پای منبر اینورم میاد ساعت 12 شب 12:30 شب 1 شب میان خونه شرابخوری میکنن. الله المستعان. حقیقتی که من خودم با چشمان خودم دیدم. درست. تشکر میکنم آقا حسن عزیز. الله متعال شما رو حفظ بکنه و خانواده گرامیتونو و سعادت داره این نصیبتون کنه برادر عزیز. انشالله. آقای انصاری ما شما رو بازم دوست داریم، شبکتون رو دوست داریم. خدا وکیلی من از سر شب که برنامه شما 9 شروع میشه میشنم پای شبکه شما. خدمت شما عرض شود که و خیلی هم شبکتون رو دوست داریم. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. خودتون رو تشکر از شما. الله متعال شما رو دوست بداره برادر عزیز. زنده باشید. خدا نگهدار شما. زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ ایران زنگ میزنم. از ایران. آقا انصاری می‌خواستم صحبت کنم. میشه اسمتون رو بفرمایید؟ من عبادی هم. آقای عبادی بفرمایید. آقای عبادی صدای شما داره پخش میشه. خسته نباشید جناب آقای انصاری. سلامت باشید. بفرمایید برادر عزیز. جناب آقای انصاری خودتونم میدونین که دین شما چه دینیه و تمام شیعه ها میدونن از چه دینی برخوردارن. آقای عبادی عزیز من خواهش میکنم حاشیه نرید، جاده خاکی نرید. موضوعی که ما مطرح کردیم قضیه مهدویت بود و دروغایی که آیت الله طباسی، ما کاری نداشتیم. به خدا قسم نه به مهدیتون کاری داشتیم، نه به امام زمانتون، نه اینکه به سرتون میزنید، به صورتتون میزنید، چه پدری از خودتون در میارید. به ما اصلا مربوط نبود. اومدید در شبکه هاتون کتابهای ما رو نشان میدید. عزیزم گوش کنید آقای عبادی، کتابهای ما رو آخوندهای شما در شبکه هاشون نشون میدن. از علمای افاضل، از علمای صادق راستگو ما مایه میذارن تا که امام زمان خیالی رو ثابت بکنن. عزیزم برید کتاب، از کتابای خودشون چرا نمیان ثابت بکنن؟ چرا چسبیدن به ذهبی؟ عزیزم گوش کنید حرف من. عزیزم من مشخص میشه که آیا شما از دین سالم برخوردارین یا ما. انشاءالله ما هم منتظریم که عزت مهدی ظهور بکنه که به همه آشکار بشه که این امام زمانی که 1300 سال به اسمش مردم رو فریب دادن این دروغ بیش نیست. درسته یا نه؟ ولی تمام آقای عبادی شما آدم عاقلی هستید. آقای عبادی از صحبتتون معلوم میشه که شما آدم عاقلی هستید، اهل علم هستید. شما بفرمایید که این روایاتی رو که جناب آیت الله طباسی نشون دادن در از کتب اهل سنت و ادامه‌شو نخوندن، صفحه بعدشو نخوندن، در قاموس بشریت اسلامو بذارید کنار، به این کارشون چی میگن؟ به کدوم کار؟ شما متوجه گفتارتون نشدم جواب. همین صفحات کتب اهل سنت رو که آیت الله طباسی نشون داد و گفت که مثلا امام ذهبی این ادعا رو کرده که آقا انصاری متوجه باشین که هیچ
روحانی نمیاد خودش رو خراب کنه تو رسانه های جهانی. یعنی ایشون به خاطر اینکه خودش رو خراب نکنه دروغ گفته؟ نه، اونا هیچ موقع تای چرت و پرت نمیان بگن. حالا شاید یا شما منظورشون رو نمیفهمین یا مثلا اونا از این آدرس های یعنی شما فکر میکنید این ملتی که پای این تلویزیون ها نشستن این همه عقل و منطق ندارن؟ من همینجا تحدی میکنم، اعلان میکنم، اگر که آیت الله نجم الدین طبسی راست میگه، شهامت داره، مردانگی داره، بیاره همون کتب اهل سنت رو کامل بخونه. بیشتر از این میخوای؟ قطع کرد. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. خب دوستان اشاره میکنن که وقت برنامه به پایان رسیده، از وقتم گذشته حدود 14 دقیقه. من عذر میخوام از همه عزیزانی که پشت خط موندن، نتونستیم در این هفتم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم به خاطر این مطلبی که خیلی مهم بود و خیانت و جنایتی که این آخوند کرده بود در نقل از کتب اهل سنت. اینها مذهبشون امینه آقای عبادی، یعنی ما نیازی نداریم که بیایم این چهره‌های آخوندهای شما رو که واقعا آل آدم به هم می‌خوره، ملت ایران 30 و چند ساله که از اینها زجرها دیدن که نمی‌خوان چهره‌های اینا رو ببینن، اما وقتی می‌خوایم چهره‌های اینا رو می‌خوایم نشون بدیم، ما دو هدف داریم. یکی مثل آقای ابوالفضل عزیز که می‌رفتن این شبکه‌ها رو نگاه می‌کردن، متأثر شده بودن از سخنان اینا، متوجه بشن که اینا دارن دروغ میگن. دوم این که الله سبحانه و تعالی به شما شیعیان عقل داده، شعور داده و گفته بشارت بده، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت به اون بندگان که سخنها رو میشنون و از بهترینش پیروی میکنن. آقای عبادی، بهتر نبود که شما قبل از اینکه به ما زنگ بزنید یک سری میزدید به این کتب؟ کلیپ آقای طبسی هم هست تو شبکه‌شون، هم حتما تو صفحه اینترنتشون اگر حذف نکنن، سانسور نکنن، حتما میذارن. اونا رو نگاه میکردید، این کتاب ها رو در اینترنت هست، در نرم افزارها هست، میرفتید نگاه میکردید، بعد میومدید ما رو متهم میکردید. اینها از آبروریزی، از این که آبروشون در سطح جهان بره، هیچ ابایی ندارن. ما بیش از 100 و خورده‌ای کلیپ فقط از آیت الله قزوینی پخش کردیم، دروغ هاشو، تلبیس هاشو، و بار هم اعلان کردیم که 3 ساعت برنامه اون روی سکه است، 2 دقیقه یک دروغشو پخش میکنیم، 2 ساعت و 58 دقیقه بیاد پاسخ بده. اما نمیدن پاسخ، دارن همون دروغ ها رو دوباره دارن تکرار میکنن. ما کاری به این طبسی نداشتیم. تا وقتی که داشت در برنامه گامی به سوی زور داشت صحبت میکرد، خزعبلاتش مذهب خودشون رو داشت بیان میکرد، ما کاری بهش نداشتیم. موقعی که بخواد کسی به اهل سنت، به علمای اهل سنت، به فضلای اهل سنت این تهمت ها رو بزنه و بگه که بله اونا هم اعتقاد دارن به همین امام زمان موهوم خیالی، نه مهدی موعود حقیقی که ما مسلمان ها بهش اعتقاد داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آمدنش بشارت دادن، اینا دو شخصیت کاملا جداگانه هستن. اینا به اسم مهدی دارن شما رو فریب میدن. همون وکلایی که مهدی داد، 4 وکیلی که داشت، همونا این دروغ رو درست کردن که بله امام زمانی وجود داره. کی دیده؟ کی باش نشسته؟ کی از پیشش پیام آورده؟ یک روایت صحیح در کتاباتون نیست؟ یک کمی عقلتون رو به کار بندازید. آقا این تحدی، برید یک روایت صحیح در ولادت مهدی ابن حسن عسکری امام 12 یک روایت صحیح از کتاباتون بیارید. یک روایت صحیح. 5 تا روایت صحیح در اصول کافی است در باب ولادت مهدی، ار 5 تاش در مورد علم غیبه، موضوعات پراکنده، یکیش هم در مورد ولادت نیست. بقیه روایت ها یا مجهوله یا ضعیفه، یا مجهوله یا ضعیفه. ما نکردیم این تقسیم بندی ها رو، خودتون کردید، مجلسی کرده. برید از مجلسی بیارید، برید از توسی بیارید، از حره عاملی بیارید، از هر کی که دوست دارید بیارید. 13 قرنه که شما رو دارن، حدود 12 قرنه که دارن با همین امام زمان داره فریب میده شما رو، عبدالله ابن سبعی یهودی. الانم این حکومت منحوس در ایران، ما حکومت امام زمانیم، این حکومت امام زمانه، حضرت عظما هم جانشین به اصطلاح امام زمانه، دارن به همین حسم دارن شما رو فریب میدن. کی میخواید این عقلاتونو به کار بندازید؟
امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نصیب بکنه. و من منتظرم که اگر شهامت و جرأت و مردانگی داره ابوالقاسمی و طبسی، از این دروغایی که گفتن معذرت بخوان. آقا ابوالقاسمی خجالت بکش، در قبر قزوینی رو جدا دفن میکنن، تو رو جدا دفن میکنن، به خاطر اینکه دروغ استادتو بپوشانی اومدی یک دروغ دیگه گفتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.